اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب، سلام و احترام خدمت شما برادران و خواهران گرامی. خداوند بزرگ رو شاکرم از اینکه در خدمتتون هستم. راستش موضوع این جلسه مدت ها قبل تعیین شده بود، یعنی اصلا هیچ ربطی به مسائل جدیدی که پیش آمده نداشت به هیچ وجه، و اصرار خود بنده این بود که این موضوع باشه و افرادی هم در همین شهر خود شما به شدت مخالفت کردن با این موضوع. من بخواستم بیان راجع به بحث دیگه انتظار داشتم. من گفتم حالا با توجه که خودم شیراز زندگی کردم مدتی و اینجا بارها خودم تخت جمشید اومده بودم به واسطه اون، یعنی مرداش اومدم، کار دیگه نداشتم در واقع، یا اقوام اون میمدن خونه ما، اونا رو میخواستیم یه دورشون بدیم به چرخونه میشیم، باز یه دور دیگه مثلا میومدیم تخت جمشید، احساس کردم که یه سری نکات هستش که حالا ما چون پژوهش انجام دادیم و جدیده برای اولین بار داره تر میشه، مردم اینا رو بدونن خوبه. و خورد به همین دو سه روز پیش سر بحثایی که ما یه جایی حال یه عده دیگه رو گرفته بودیم، اینا هم تو دلشون مونده و یه جا دیگه حال ما رو گرفتن، جنگ دیگه زد و خورده، کجا ما حال اونا رو گرفته بودیم کجا اونا حال ما رو گرفتن. خدمت شما عرض بکنم این که اونجایی که ما حال اینا رو گرفته بودیم اینجور بود که راجع به شبکه نفوذ در ایران صحبت کردیم و از شبکه زیتون در ایران گفتیم و از همکاری‌های اسرائیلی ساواک که متاسفانه برخی از اونها هم بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرد. یه خود راجع به قتل‌های زنجیره‌ای توضیح دادیم تو چند تا سخنرانی که از اعتکاف شیراز هم شروع شد. یه سری از آقایان ناراحت بودن از این پیغام پسقاماشون برام میرسید کنار نگو نگو، گفتم چون نگو مردم بدونن. تازه من خیلی چیزا رو نگفتم، اگر میخوان برن تو این فاز بحث زد و خورد و حال و حال گرفتن که حالشون رو میگیرم اساسی. تازه من چیزی نگفتم، من یک صدم دانستهامو گفتم. اگه بنده بخوام راجع به قتل‌های زنجیره‌ای مفصل صحبت بکنم که خیلی باید جمع کنن بذارن برن. خب منتها به خاطر مصلحت کشور، وحدت، امنیت، اینجور چیزا برم. این بره هم راجع به شبکه نفوذ چرا صحبت کردم؟ چون پرونده موجزیستی ها پیش اومد، پرونده کاووس سید امامی پیش اومد. ما چلاب نیستیم که بتونیم فراماسونی رو خارج از کشور رو بیرون بکشیم به ایران که برسه یهویی از کار بیفتیم کار از دستون بر نیاد. اینا نیست. حالا اینا هم هیچ وقت نمیان مردونه بشن با حرف بزنن، نامردی میکنن. من چیکار میکنن؟ یه تیکه از صحبت رو تقطیع میکنن، پخش میکنن این طرف اون طرف، و یه نگرانی هم دارن بنده گونه خدا. نگرانی اصلیشون هم از مورد توجه بودن حقیر سر و پا تقصیر در بین جوان هاست. بقیه عمده سخنران های کشور اگه دقت بفهم، عمده نگفتم همه، اینه که یا بین مثلا حزب الله طرفدار دارن یا بین غیر حزب الله. حالتی نداریم که بتونه اجماع به وجود بیاره، دو تا گروه بشینن کنار هم. دو سه تا سخنران در مجموع در کشور داریم که این اتفاق میفته با منبرشون. مثلا حاجای دانشمند هم اینجوریه، یعنی خیلی ها میان میشینن، یکیش هم بنده هستن. جمعیت های زیادی که نمیدونم این مجایی پر بشه و نمیدونم روی سن بیان بشینن و فلان، این عکسش خود آزاردهنده بوده برای اینا. یک سیاست رو پیش گرفتن، این سیاست هم متاسفانه الگوش رو برای اولین بار بی بی سی داد. مثلا از انتخابات شروع شد، مثلا بنده تو انتخابات هیچ جا از هیچ کس دفاع نکردم، یک جا سند بیارید. بی بی سی مطلب رفت و نوشت که آقای رائفی پور گفته نمیدونم مثلا آقای رئیسی یار و یاور مظلومان همچون امیرالمومنین به در خانه ها غذا میبرد و نمیدونم چی، که مثلا دهنم باز مون. بعد به نقل از بی بی سی که حرومزاده است، بی بی سی حرومزاده است، بی بی سی چیه؟ حرومزاده است. به نقل از بی بی سی ویکی‌پدیا زد. بعد یه مش آدم بی سواد زبان نفهمم تو میز سرچ میکنم میرن همون اول ویکی‌پدیا، هرچی ویکی‌پدیا دید چیکار میکنم؟ همون رو میان مبنا قرار میدن. اینا باز احمق‌تر از اونان، چون بی بی سی ها اونا میفهمن چیکار میکنن، اینا نفهمن. که آقا مثلا دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که
با این کار از جامعه خاکستری که مخاطب بنده هستن بزنن. یا یه مدت وی او ای اومد مثلا برای من برنامه ساخت، تیکه تیکه صحبت‌های ما رو پخش کردن، هم مهدی فلاحتی، یه سناریوی بافت انصافاً که من اولین بار دیدم که دهنم باز موند. اینا دیگه کیه؟ من متولد 8 اردیبهشت 1363 هم، دایم شهید همایی که شهید شد اسم او رو گذاشتن روما، علی اکبره، به خاطر شهید علی اکبر همایی 16 متری مجدیه، 16 متری دوم به اسمشونه، اسم خیابون حالا به نامش. خب بدونید مثلا ما اصلا خانوادگیم از قدیم اونجا میشستن، تو محله بودن. الو، آها، خدمت شما عرض بشم که این اومد مثلا چیکار کرد؟ زمانی که من 29 سالم بود یه مطلب پخش کرد شبکه بیاییم، رائفی پور 37 ساله، زمانی که من 29 سالم بوده این فکر مثلا متولد 55 هم اینا هم مثلا. چون از ابتدا سن من رو اشتباه تخمین زده بودی احمق، تا ته اشتباه رفت. مثلا میگه رائفی پور 1374 وزارت اطلاعات دستگیر میکنه، 1374 من 4 ابتدایی بودم. وزارت اطلاعات کجا مرده؟ میبره زندان توحید. زندان توحید مال اطلاعات سپاه، نه مال وزارت اطلاعات. ابله. یعنی میخوام بگم که داستان بود. هیچ کس نمیدونه پدر رائفی پور که مادرش گفته پدرش به غیبت رفت. پدر بنده سرهنگ محمود رائفی پور همینجا دوره عالی اومد باختخت، سرا باختخت بابا کوهی، اونجا دوره سرگردی شد. قبلش لشکر 21 حمزه بود، بعدش رفت لشکر 58 تکاور ذوالفقار. یعنی از اونجا تا قبلش ما آذربایجان بود، بعدش اومدیم شیراز، یه سال نیم شیراز بودیم، بعدش افتادیم شاهرود. و اینو بهت بگم اون چیه، ما همسایه‌هامون رو می‌شناسن، فک فامیلامون رو می‌شناسن. ما یکی از فامیلامون اصلا خدا پیغمبر هیچ چی قبول نداشت. از موقعی که این برنامه مهدی فلاحتی رو دید آدم شد، چون فهمید اینا خیلی پدر سوختن دروغ میگن. چون دیگه دید بابا فک فامیل خودشون 7 سال 8 سال تاریخو دارن جابجا می‌کنن، چه دروغا دارن می‌سازن. هیچ وقتم علمی نمیتونن جواب بدن، هیچ، فقط فوش، توهین، تمسخر، فلان. اینم نگرفت، مفتزه شدم. من اومدم سخنرانی کردم، عکسای مدرسه‌مو آوردم، همه اینا رو آوردم نشون دادم توی برنامه مصاحبه، لالمونی گرفتن صداشون در نمیاد. بسم الله، الان برنامه ماهواره‌ای دستشه دیگه، صفحه آخر بیاد حرف بزنه، لالمونی گرفته صداش در نمیاد. تدف توی برنامه بی بی سی و واچی بود. اینا با ربط موضوع مقدمه است، میخوام ذهنتون آماده شون سریع واقع بحث خودمون، حیف وقت و بحث رو بگیریم بخاطر این چیزا. هدف این بود که به مخاطب القا کنن این رائفی پور این آدم سپاه، این آدم نمیدونم اطلاعات، این آدم نمیدونم کجا، این مال بالا، این مال پایینه، که مخاطب خاکستری که نسبت به این اسامی حساسیت داره اپا من بره ما پاشه عمل. وگرنه چرا باید بیاری طرف که رائفی پور از بچگیش تو سروش نوجوانان مطلب، من تو عمرم یک با سروش نوجوانان دست نگرفتم، برای چی باید اینو بگی؟ بخواب بگی همش رب به صدا سمون در ببین اینجا بود احمقا تلویزیون ایران نگاه نکردن. میگه در اثر تریبون های فراوانی که صدا سیما در اختیار رائفی پور قرار داد و معروف شد. آ چند بار من شما تو تلویزیون دیدم؟ من شما واسه تلویزیون، من یه بار میرم تلویزیون سگ دنبالم میندازن. هر بارم ما تلویزیون رفتیم به شما میگم یه ساعت دو ساعته هماهنگ شد، یعنی هفت شب هماهنگ شده، گفتن 9 اینجا باش. اگه 4 غروب هماهنگ میشد میگفتن 9 اینجا باش، زده بودن برنامه رو، همینجوری که برنامه اینجا رو میخواستن بزنن. از قبل خبر داشته باشن نمیذارن بیای. بسیاری از برنامه های بنده رو کنسل میکنن، زنگ میزنن فشار میارن، فشار میارن که آقا تهدید من برنامه تو میریزیم بهم. هیچ غلطی نمیدونم بکنم، چی جیگر میکنه برنامه رو بریزه بهم؟ من آدم نیستم داد و بیداد راه بندازم، میارم پیش تریبون آبرو حیثیتت میارم تو شهر، دیگه تو راه بری. میگم باشه ببینم استدلال علمی تو بگو، کل جمعیت هوی میکنه. سه چهار بار تو دانشگاه اینجوری شد دیگه، آدم عجیب کرده من جلسه بریزه بهم، بنده خدا بلند شد گفتم چی داد میزنی؟ یه تریبون حرفتو بزن، مونتا موضوع، یه کلمه تو میگه یه کلمه، تایم از همین الان تقسیم، مناظره شروع کن. طرف یه فرداش میشه دانشگاه راه بره، چون بی سوادیش به چشمه. این القاعاتی از این دست همش دنبال چی بودن؟ دنبال این که آقا یه پیام مخاطب نرسه، فقط حرفای دو قطبی. اونجایی که ما تیکه به اصولگراها انداختیم شدیم اصلاح طلب، اونجا که تیکه به اصلاح طلبها انداختیم شدیم اصولگرا. من میگم خب لام از سوا، یه جلسه با خودتون بذارید ما بفهمیم کجای من حرف حساب میزنم. یه کسی میخواد بعدش بیاد فوشم بدن، پروتر این حرفام، پوستم هم کلفت کوتانه. اون موقع که شورای شهر تهران اصولگرا بودن، گوش کن آقا جان، گوش کن، اصولگرا بودن، بنده داد میزدم به کشتیگیر و کاراته باز و
خواننده و راننده و اینجور چیزا رأی ندید. آقایون اصولگرا به من میپریدن فوشم میدادن، ممنوع سخنرانی میکردن که تو داری شورای شهر تهران و شهرداری تهران میزنی. میگفتم آقا طرف خوب میتونه وزن بلند کنه، دلیل نمیشه که سیاست مدار باشه شهر تهران بشناسه. اگرم میخواد به اینا رأی بدید به عنوان کشتیگیر و وزن بردار و کارات باز و نمیدونم جودو کار اینجور چیزا رأی ندید. اگر جدا تخصص دیگه داره ما خبر نداریم، بگید ما هم بدونیم، برید رأی بدید. متوجه شدید؟ اگر جدا چیزی داره برید به اون رأی بدید. حالا از سر اتفاق مثلا هم کشتیگیر است هم استاد دانشگاه سر در می آورد، برید رأی بدید، خدا پدرتون بیامرزه، این ما حرف زدیم ما هم رأی میدیم. اما الان هم که باز دارم به این شورای شهر جدید میپرم که یک سال اومدن سر کار تو تهران فقط دو تا خیابون اسم عوض کردن، فقط دو تا خیابون، هیچیا مردم تهران دیدن. اما عوضش ماشیناشون رو رفتن به روز کردن، تبلت‌های خریدن که داد رشیدپور که هم فکر و هم مسلک سیاسی خودشون بود تو برنامه تلویزیونی در اومد که رفت دادن تبلت‌های خریدن که باش میشد خود رو طراحی کرد. خب یعنی انقدر این کانفیگش بالا بود. بعد با اون تبلت‌ها برای چی برخورد؟ یعنی تا دلتون بخواد استفاده‌های کردن از چیز. کل جلساتش هم این بود که آقا خیابونه اتوبان نیایش اسمش عوض کن بزنیم هاشمی، نفت شمالی هم اسمش مثلا عوض کن بزنیم مدرس، مشکلات تهران حل میشه ها. خیابونا رو اسمش نه، شما اگه مردش مشکلی دارید اسم خیابونا رو عوض کنید حل میشه، همش حل میشه، مثلا شما شک نکنید. الان باز اصلاح طلبان میگن تو اصولگرایی که ما فوش میدید، در حالی که مردشون هر جفتتون رو ببره. ما اصلا اصلاح طلب اصولگرا دیگه چه صیغه ایه؟ اگه دلت برای مملکتت میسوزه، میخوای مشکلاتشون رو حل کنی، یه کارتو بکن. بله من اینجا میگم من یه آدم دین مدارم، من یه ایرانی مسلمانم، مسلمان بودنم هم پررنگتره برام، یعنی اصلا نژاد برای من مهم نیست. اما یه آمانی داره اینجا که میشه بخش دوم رو بزن، آمانی که شما برید سخنرانی بنده رو گوش کنید، احد الناس رو نمیتونید پیدا کنه که این مملکت به اندازه بنده از کوروش دفاع کرده باشه. فوش خوردم بابتش، فوش خورد. از جریان مذهبی هم فوش خوردم. میگفتم شما با جریان‌های تجزیه طلب و چه میدونم پان ایرانیست مشکل داری، چرا کوروش رو میزنی؟ این کوروش کاندیدای ذوالقرنین قرآن توست. تو به حق طلبانم نگاه بکنی انصافا او قابل دفاعه. بعد دیدم اینا میگن نه قابل دفاع نیست، شبهات داریم دیگه. گفتم خب نمیشه، باید بشیم شبهات اینا رو برطرف کنیم. دوره افتادیم. مثلا من امسال کل عید نوروزم 15 روز و شب روزی 16 17 ساعت عید نوروزم نشستم، فقط مطالعه پیرامون فقط کوروش بوده و ذوالقرنین. 3 تا 4 تا کتاب برداشتم، حتی 5 تا میشه گفت کتاب، چون نصف نیمه بهش رجوع کردم کامل نه. که این شبهات آقا این آدم یک تاپرست بوده، پچه رو اومده مردوک و خدایان مختلف بوده، این باید حل بشه دیگه ها، این باید درست بشه. اینا رو میخوام خدمت شما بزرگواران عرض بکنم. سخنرانی کردم در مورد هویت ایرانی اسلامی خودمون، موضوعی تو اینترنت از مال 2 سال پیشه، مال الان نیست اصلا که بگید مثلا الانه. اما اینا میان چیکار میکنن؟ اینا از قبل آماده دارن سخنرانی رو، کار دادن سر موقع میدن بیرون. رفتن به اسم من گوش کنین، تو توییتر یه حساب باز کردن، ببین چرا با همون حساب یه دونه تو اینستاگرام باز کردن، یه مطلب میذارن تو توییتر، یه مطلب میذارن تو توییتر. اون صفحه من نیست، حرف منم نیست، میذارن میگن رایفی. بعد اون موج میگیره، میگن رایفی بوری حرف زده تو توییتر. خب من الان به حساب عمه شما میتونم برم به اونا میگم و یه صفحه تو توییتر بزنم، اسم عمت هم میذارم اون رو. خب بعد میشم کلی مطلب بنویسم، بعد بیام به شما بگم آقا عمت این حرفای چیه داره میزنه، حرف خوبی نیست. خب خدا عقل شعور فهم بی اخلاقی بیداد میکنه، دروغ بیداد میکنه. منتها من کوتا نمیام، آبروی صد برای اینا نمیذارم بمونه، هر کدومش میخوان از این بی آبرو بازی ها در بیارن. ما قبل انتخابات بلند شدیم دوره افتادیم رفتیم سراغ این کاندیداهای محتمل ریاست جمهوری، داره میگیم راههای برون رفت از مشکلات کشور اینه، طرح شفافیت بهش دادیم، قانون ویسل بلوئر دادیم. یه جلسه هم رفتیم میشه قالیباف، از جلسه نیومدیم بیرون، فردا فلان سایت اصولگرا مطلب زده رایفی پور میخواد بیاد تو لیست شورای شهر تهران. یعنی دیگه فردا شما هر چی میره حرف میزنه میگن آها این میخواد شرکت. خب الحمدلله شورای شهر تهران هم انتخاب شد و مطالبی هم مطرح شد که نفر 2 میلیارد بعد پول میدادن تو لیست باشن، یه بحثی مطرح شد دیگه ها، خداشون هم گفتن
خودشون هم گفتن این شرم‌آور نباید بمیره از این حرفا. بعد خب رایفورش کجا بود؟ دیدید پوزتون به خاک مالیده شد، دروغتون مشخص شد. الان هم همینه، یه مدت میگفتن این میخواد کاندیدای مجلس بشه، انقدر شهرهای مختلف میخواد بره. آخ احمق، من بخوام کاندیدای مجلس بشم یه شهر باید برم، نه که کل شهر رو برم. بجام دیوونم بلنشم برم کل شهر رو برم. همون شهری که میخوام کاندیدا بشم همونجا. یعنی میخوام که عقل درستم ندارن، اخلاق که ندارن عقلم ندارن. بعضی آخه فقط بی اخلاقن، لابد یه عقل کنارش دارن، اینا عقلم ندارن. نمونهش همین مورد آخری که ایام قدیر دادن بیرون. اصل سخنرانی بده شما گوش کنید من چی دارم میگم. بنده به شدت مخالف کسانی هستم که میگوین یا ایران یا اسلام. جای سخنرانی داشتم، موضوع سخنرانی گذاشتن هویت اسلامی یا هویت ایرانی. من رفتم همون اول گفتم اگه الان یه رنگی دستم بود این دو تا نقطه رو حذف می‌کردم، یه ب می‌ذاشتم جاش. چرا شما به زور مردمو داری میگی تو یا ایرانی یا مسلمان؟ خب ایرانی و مسلمانه، به کجا برمی‌خوره؟ چرا میگی یا این یا؟ گو خربزه می‌خوری یا هندوانه؟ گو هر دوانه. چرا منو مخیب نه حتما بگو جفتش میخوام بخورم؟ چرا یا اینا حرف الان نیست، با 50 سال پیش حرفا رو می‌زدن که شهید مطهری مجبور شد خدمات متقابل اسلام و ایران رو بنویسه. گو بابا اینا به هم خدمت کردن، قابل کتمانم نیست. همون موقع یه سری خر مقدس حمله کردن به شهید مطهری که نخه ایران چه خدمتی به اسلام کرده؟ اسلام بود ایران نجات داد. یه مؤدم پان ایرانیست حمله کردن باز به شهید مطهری، نه اسلام چه خدمتی به ما کرده؟ در حالی که هر دوتا اینا دو سر انحراف بودن. در اینکه نجات پرستی خریت است که شکی نیست. مثلا یعنی چی؟ من فیلیپینی هم نجاتم برتر از شما، چه حرفی؟ نه من آنگلا ساکسونم، چشام زاغه به شما برتری نژادی دارم. نه آقا من عربم، نژادم برتر. یعنی پان عربا چی میگن؟ پان ترکا چی میگن؟ اینا سر تا یک کربوسن. متوجه شدید؟ از نظر من همینا سر تا یک کربوسن. این نکرم و کمند الله اتقا، هر کدوم آدم ترید. و همینا رو اگه بری اجدادشون رو بررسی کنی، آزمایش ژنتیکی بگیری، انواع اقسام ژن ها پیدا میکنی. یعنی همون که مثلا با ترکا چپه، یارو میبینی مثلا نصفش ترکه. همون که دم از نمیدونم فرهنگ نمیدونم چی چی یک میزنه، بری نگاه کنید 50 جور ژن توشه. بالاخره سالها حمله و جنگ و نمیدونم ازدواج و اینا صورت گرفته، یک آش شعله قلمکاریه. خب ما یک سری آداب باستانی داشتیم از قبلمون، از زمان ایرانی بودنمون. یکیش خیلی قدیمی بود، از زمان میترائیست بودنمون و بعدش از زمان زرتشتی بودنمون تا رسید به زمان اسلام. هر بار که از دینی وارد دین دیگه شدیم، دین جدید، مثل زمانی که ما میترائیست بودیم و زرتشتی شدیم، خدایان، دقت کن، خدایان زمان میترائیسم ما شدن شیاطین زمان زرتشتیگری ما. ما زمانی که میترائیست بودیم خدایان ما نامش دیو بوده، دئو، تئو. الان هم تا اروپا تئو یعنی خدا، تئودور ها اینطور، یا دیو. بعد زرتشتی ها که آمدن، این که حالا آیین زرتشت به حضرت جاماس برمیگرده یا حضرت زرتشت محل بحثه، مورد اختلاف هم هست. در مورد اینها ما روایت داریم عزیز دل من. از امام صادق پرسیدن پیامبر ایرانی ها کی بود، حضرت فرمود اینا پیامبری داشتن به اسم جاماس، که حتی این جاماس نامه هست. این نامه یعنی کتابش، نامه در زبان فارسی یعنی کتاب. میگه کتاب او بود که میگه او را در منطقه عراق آتیشش زدن، زنده زنده سوزوندن. پیغمبر کشی بوده تو ادیان مختلف و اقوام مختلف بوده. زمانی که زرتشتی آمدن گفتن خدایان میترائیستا، مهرپرستا، خورشیدپرستا، اینا شیاطین. حضرت زرتشت، شما کتاب جاناسو بخونید، حضرت زرتشت اونجا میگه شما را چه شده است؟ خدای یکتا اهورا را رها کرده اید و دیوها را میپرستید. دیو شد مساوی با جن، دیو شد مساوی با شیطان. الان تو عربی یه نفر که جن زده بشه بهش میگن چی؟ مجنون. جن زده بشه میشه مجنون. فارسیش میشه چی؟ دیوانه. یا مثلا مازندران، ماز این دیرا آن، جایگاه دیو بزرگ. این که رستم توی ادبیات کهن ما به جنگ با دیو بزرگ میره، یعنی در واقع به جنگ با کی داره میره؟ به شیطان داره میره. ای دیو سفید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند. وقتی می‌خواسته بره مازندران، این نقل رو نمی‌خوام بگم، این کسایی که اینجا حرف نه، یک قرون سواد ندارن، دو صفحه کتاب نخوندن، دو صفحه کاش می‌خوندن حرف می‌زدن.
این باستان ما. هر بار که به دین جدیدی در میان آدما دقت کنید، اگر دین قدیمی با دین جدید سازگار باشه فواهم میگیرن، اگر مخالف باشه پس میزنن، اگر هیچی نگه کارش ندارن میمونه عمدتاً. مثال برای شما بزنم، مثلا ما ایرانی ها قبل از اسلام حجاب داشتیم، پوشش داشتیم، خیلی هم سختگیرانه. مثلا ویلدورانت میگه احتمال، من احتمال میدم حجاب از ایران به اسلام رفته است، حتی تا این حد. کجاوه مال ما بوده، چه میدونم روبند مال ما بوده، اسم همه فارسیه، نگاه کن چادر از عربا چه دارن آخه، قرم و شکلت برن، متوجه شدید؟ و خیلی هم سختگیرانه بوده، دورشو کورشو، کسی نباید زن شاهو ببینه، و چون ساختار طبقاتی شده بود زن فقرا رو میشد دید، زن رعیتو، زن شاهو نباید میدیدی، بعد چشات دراد، نباید زن او رو ببینی. بعد از اسلام هم ما گفتی خب اینو ما داشتیم حفظ کرد. فلذا مثلا حجاب عشایر ما دقت کنید، زنان عشایر ما بعد از اسلام چندان تغییری بگید نکرد. حجاب زنان عشایر ما دقیقا همون حجاب زنان زرتشتی است، بسیار به همون شبیه، لزومی نداشت تغییر بکنه. لباس هایی که بومی مناطق مختلف ما بود، تو آذربایجان، توی خراسان، توی گیلان و مازندران، تو فارس، تو کجا و کجا، کردستان، همه پوشیده بود اما شکل خودشو داشت، ویژگی خاص خودش میشه در روی لباس فهمیدین کجاییه، اما پوشیده بود. نه یه پوشش شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، آره ایام هفته رو پوشش کرده بود طرف. خیلی مهم بود این پوشش، اصلا نشانه بلوغ بود، نشانه بزرگی بود، اصلا بندی به بند کمر کسی که بالغ میشد در آیین زرتشتی میبندن به اسم کستی یا کشتی یا کشتی. این بند 72 تا گره داشت، نشون میداد که این بالغ شده. کشتیگی در واقع یعنی کسی که تو این ورزش باستانی ایرانی ها اون بند کمر رو میگیری. بگذاریم، حالا من از میترائیس به زرتشتیگری دارم، از زرتشتیگری به اسلام میگم. یکی دیگه از آدابی که ما داشتیم و مون جوان مردی و اسلام از دمشقم سری گرفتیم، یعنی اینا رو ترک نگردیم. ما اعیاد مختلف داشتیم، جشن‌های مختلف داشتیم که متناسب با زیست و نجوم زندگی اون زمان بوده. به مثلا سگ در زندگی باستانی خیلی اهمیت داره تو زندگی گله داری. چرا؟ چون حافظ گوسفنداته دیگه، زار زندگیت گوسفنداته. خورشید خیلی مهمه، چون وقتی میاد نور و گرما میاره، میره تاریکی، سرما، خطر، درست شد؟ فلذا تعجب برانگیز نیستش که اینها احترام داشته بشه. سگ در زبان فارسی از ریشه سه یک یعنی یک سوم گرفته میشه. پول خونش یک سوم آدم بود. اگه سگی یکی رو میکشتی باید یک سوم پول خون یه آدم میدادی. برخی واژه داگ در زبان انگلیسی رو هم دو یک گرفتن، چون اونا آریایی بودن دیگه، اونا به اون سمت، اونا تو اقوام اون سمتی اونا سگو نصف آدم میدونستن. یا مثلا شتر مهم بود، خود زرتشت یعنی صاحب شتر زرد. اسب مهم بود، لهراس، تهماس، گشتاس، همین رو معنی چیه؟ اسب گردنده گشتاس، اسب نمیدونم چی؟ چون زندگی با چی بوده؟ دورش گوسفند بوده، سگ بوده، شتر بوده، اسب بوده، زندگی دامداری بوده. یکی از این ویژگی هایی که از این اعیاد ویژه ما نوروز بوده. نوروز بعد از اسلام حفظ شد. چرا حفظ شد؟ چون با ساختار اسلامی در تضاد نبود، یه جاهایش در تضاد نبود، یه جاهایش هم کاری با اسلام نداشت. دقت کن، این که تو بری سبز گره بزنی تو سیزده بدر، این هیچ مبنای عقلانی نداره، درست شد؟ بری سبز گره بزنی که چیه؟ هیچ مبنای عقلانی نداره. الان دختره مثلا با خودش میگه که من الان سبزه رو گره نزنم حتما میترشم. سیزده بدر سبزش رو میبرن یه عدس و مدس اینا درست کردن گذاشتن رو ماشین و میرن، موقع برگشتن یادشون میره کنار اتوبان بزن رو ترمز نگهدار و اینا من میترشم میدونم دست بابا جان اینو باید بنترم. مثلا مبنای خاصی هم نداره. بعد اینکه مسلمان شدیم چیکار کردیم؟ ما همین سبز گره زدن رفتیم تو پارچه سبز گره زدن. الان امامزاده ها میری دیدی همش زرت زرت گره میزنن. حالا با اون گره نزنی مثلا خدا حاجتو برآورده نمیکنه؟ چرا میکنه؟ او گره به کجا بر بخوره؟ هیچ. خرافات. آیا آسیبی به دین میزنه؟ نه. اگه به این معنی گره میزنی یه عهدی بین من و خدا یادم بمونه، ها؟ که مثلا خدای کار من رو بنظم فردا که دروغ نمیگم، از فردا احترام به پدرم دارم. حالا مثلا به چه برنامه؟
چند وقت این سعوده پدر سوخته ایرانی ها میرفتن به پارچه های به پنجره های بقیه پارچه گره میزدن. اینا گفتن اینا همون اصحاب الرس هن. اصحاب الرس احتمالا همون اصحاب عرسه. اینا مردمی بودن توی آذربایجان زندگی میکردن، چند تا پیغمبر کشتن، ایرانی هم بودن. نه ایرانی ها که پیغمبر نمیکشتن، اینا دیگه دری بریه. این همون بحث نجات پذیری من قبول ندارم. چرا نمیکشتن؟ جایی که قابل تعریف ما تعریف میکنم، جایی که ما مثل بقیه اقوام زدن کشتن، ما نکشتیم. فقط زدن پیغمبرشون رو کشتن، عذاب برشون نازل، از بالا سنگ بارید رو کلهشون. آیه داره تو قرآن. سعودیان نشون گفتن اینا همونان دیگه. ما به ملت میگفتیم آ تو رو خدا میری عربستان که گره بگو نزن. همینا سوژه شده، مردم دارن میکشن، میگن اینا کافرن، اینا مشتکن، اینا نه فلان. یک سری روا مثلا اصلا نماز، عزیز من نماز در زبان فارسی معنی داره. من رفتم بودم چین چند وقته پیش، رفتیم بین مسلمانان اونجا، مسلمانان چین میخواستن نماز بخونن، فکر چی میگفتن؟ ما دهن اون باز مونده بود. به نماز صبح میگفتن بامداد، پسین، پیشین، نمیدونم چی، خفتن، یعنی تمامش وضو رو میگفتن آبدست. همین رو فارسی استفاده میکردن. چینیه که اصلا زبان فارسی اونجا معنای نداره. زبان اون منطقه دو تا زبان هست، یا زبان ترکی مغولیه که ریشه آلتایی داره، یا زبان چینی که ریشه ماندایی داره. اصلا به فارسی یعنی به آریایی ربطی نداره، به زبان هندوروپایی. اما این رفته بود، این فرهنگ میخوام بگم تا کجا رفته بود. اصلا واژه مسجد در زبان فارس عربی ریشه فارسی داره. بنده به زمانی وقت گذاشتم 146 تا کلمه فارسی فقط تو قرآن پیدا کردم. دین فارسیه، مسجد فارسیه، شهوت فارسیه، سجیل فارسیه. هر موقع خواستی من تو زبان شناسی اندازه یه فوق لیسانسش حداقل کتاب خوندم. صاحب نظرم هستم نسبتاً. حالا میگه حتما باید زبان شناسی خونده بشی دانشگاه. والله ما دیگه وقت نمی‌کنیم 500 تا رشته بریم بخونیم. اما اهل مطالعه زیادی هست. خیلی داشم میشه فارسی داره. مسجد محل عباده، عربا یه ویژگی دارن. هر کلمه‌ای رو که می‌بینن عربیش می‌کنن، معربش می‌کنن، توش ریشه بیرون می‌کشن. نداشته باشه می‌سازن بیرون می‌کشن. دیگه تو چیکار داری؟ باید ریشه رو به اینا بدی. مثلا وقتی وارد ملایر شدن، ملایر یعنی مال آگر، مال در زبان فارسی یعنی خانه. یارو مال داره یعنی خونه زندگی داره، پول داره. مال از فارسی رفته به عربی. چه شده؟ جمع شده اموال و نمی‌دونم فلان اینجور چیزا. درست شده فارسی رفته، یعنی خونه داره، زندگی داره. فارسی ترش سرا، اینا رو داریم. مال آگر یعنی خانه آتش، آگر، آذر، آتر، همین الان تو کردی میگن آگر. مال آگر یا مالایر یعنی خانه آتش. اینا اومدن گفتن خب اینو باید عربیش کن دیگه. مالایورا، ما آب، لایورا، آب اینجا دیده نمیشه در حالی که پر چشم است. میگن به زمان مسجد عبادتگاه، چون از قضا دقیقاً با وزن مفعله، مفعل، مفعد، مفعلت در زبان عربی چیه؟ اسم مکانه. درست شد؟ مجلس، محل جلوس. ها؟ مکتب، مفعل، مفعل، مفعلت. مکتب، محل کتابت. مدرسه، مفعلت. اینا گفتن این که بر مزگته اتوان همین زگته چیه؟ ریششه. منتها گه نداشتن، گه شد چی؟ جه. زه هم به سه خیلی تبدیل میشه، موسیقی، موزیک. ها فراوان داریم. حالا یکیشو مثال زدم برای شما. مسجد شد مسجد، از توی ریشه سجده بیرون کشیدن بردن تو 80 تا وزن خودشون، 80 85 تا وزن دارن. اونا مثل ما زبانشون پسوندی پیشوندی نیست، اشتقاقی است. زبان ما بونو میگیریم، یه چیزی بهش اضافه میکنیم، تا چیزی میذاریم جلوش، کلمه میسازیم. در ترکی فقط به انتهاش اضافه میشه، در فارسی ابتدا و انتها. به خاطر همین ذاتن زبان فارسی بیشتر میتونه کلمه بسازه. قانون احتمالات دیگه، سه تا خونه داری. ها فاکتوریال یادتونه میچیدید؟ این شکلی بیشتر میتونی کلمه بسازی توش. مثلا رو اولش یه ب بیاد میشه برو، میشه صفت، ماشین برویه. رو آخرش یه آم یا روا، باز دوباره اسم ماشینی شده. اینا میخوام بگم چجوری اسم میسازن، اینا از تو کلاشون در نمیان، میان همین بنا رو میچینن و اسم میسازن. تو عربی نیست، ریشه رو میبرن تو 80 تا وزن. یه وزن دارن فاعل، یه وزن دارن چه میدونم مفاعله، یه وزن دارن فعیل، یه وزن دارن فعول، یا وزن دارن فعیل. اینا میبرن اون تو حسن، حسین. درست شد؟
این ریشه ها رو وقتی شما بدونید متوجه میشید. با این زبان فارسی این شکلی نشون میده که آقا خیلی از تأثیرات خودش رو آینه زرتشتی گذاشته بر اطراف خودش. زبان به چه درد میخوره؟ من یک بار جلسه داشتم برای مفسرین قرآن، توی اونجا رو واژه شناسی داشتیم بحث میکنیم، گفتم شما چقدر واژه شناسی، چرا قرآن کریم عزیز ما الیاس نبی رو یونانی تلفظ میکنه، موسی رو عبری تلفظ میکنه، در حالی که هر دوتاشون بنی اسرائیلی بودن؟ دقت کنید، این اوس آخر کلمه یونانی شده است، متوجه شدی؟ کوروش اسمش کوروش نیست، این شش که عبریه، عبری ها سه و شه میکنن، سلام شالوم، سلیمان شالومن، موسی موشه، پس این کوروس بوده، درست شد؟ اوسش هم تازه باز یونانیه، اونم باید برداری. حالا اون کسایی که چرتوپرت میگن، میگن آقا کجاست این هخامنشی‌ها توی شاهنامه کجا، من میگم دارا هست. دارا کیه؟ اول یونانیش کنید داریوس، بعدش هم عبریش کنید داریوش، او هستش. کی میگه نیست؟ تو سر در نمیاری نگو نیست، تو سوادشو نداری. اینا مطالعات میان رشته‌ایه، یعنی هم باید تاریخ بدونی، هم زبانشناسی بدونی، از ادیان سرت بشه. یارو ادیان خونده چیزی از تاریخ نمیفهمه، او تاریخ میفهمه، او که از جغرافی چیزی نمیدونه. باید وقت بذاری تو بری تمام اینا رو مطالعه بکنی. شما نمیدونی من برای 4 تا کلمه به چند تا استاد دانشگاه زبانشناسی تماس گرفتم زنگ زدم، بعد چند تا کلمه تو این ریشه چیه. هنوزم که هنوز کسی نتونسته کوروش اسم اصلیشو در بیاره، نمیدونن چیه، که این کور بوده، کور به معنی پسر تو واژگان فارسی داریم، هور بوده به معنی خورشید بوده، به مرور زمان تغییر کرده، نمیدونن چرا انگلیش سایروسه، سیروس، بین سیروس و کوروش خیلی فاصله است. این چیه؟ بعد اینا داریوشو قشنگ تونستیم حجی کنیم، ترمینولوژی اتیمولوژیشو بیرون بررسی کنیم ببینیم چی بوده، اما اونا نمیتونن بفهمن. بعد کار بشه، بعد بررسی بشه. یا مثلا در مورد ذوالقرنین ما روایت داریم از امام صادق، میفرماد اسمو عبدالله ابن ضحاک بود. خیلی از همین آقایونی که بررسی میکردن مثلا تو تفسیر ذوالقرنین رسیدن، این روایت هم خوندن، اصلا بهش اهمیت ندادن، چون سر در نیاوردن که خال زده اینجا امام صادق، اصلا امامتشو به رخ کشیده، علم غیبشو به رخ کشیده، کی میدونست اون موقع کوروش کی بوده؟ کوروش فقط 6 جای تورات اسمش اومده بود، همین. ضحاک معرب کدوم کلمه است؟ اژیدهاک، باریکلا، اژیدهاک از چی گرفته شده؟ پدر بزرگ کوروش کیه؟ بابای ماندانا، ماد، آستیاگ، به مور زمان شد اژیدهاک، بعد شد ضحاک. داره تأکید میکنه، میگه او بنده خدا بود که از نسل آستیاگ بود، یا عبدالله ابن ضحاک. خیلی دقیق این عبارت، فقط اگه معصوم برمیاد. اینا سر در میاره این چیزا رو. اینجا باز لازمه طرف یه خود ادبیات دینی هم داشته باشه، که باز اون کسی که تاریخ میخونه با دین کاری نداره، متوجه شدید؟ برای همین اینا میان فقط از زن خود شد یار من، میان از بخش دیدگاه خودشون برای شما مطلبی رو نقل میکنن. بنده وقت گذاشتم، کتابی نیست در مورد ذوالقرنین نوشته شده باشه من نخونده باشه، تفسیری نیست گفته شده باشه من نخونده باشه. بس کردم، من آخرین بار ساعت 9 صبح تا 7 شب فقط رفتیم یه نهار و نماز برگشتیم اومدیم، با یه روحانی سر ذوالقرنین داشتم بحث میکردم. فقط یه بارشو دارم، ساعت 9 شب شام سخنرانی داشتم، حالا شاید صوتش بیاد بیرون توی هیئت دارم سخن میکنم، کلمات دیگه درست نمیتونم تلفظ کنم، دستم در میره دیگه، اینقدر خسته شده بودم. بسیاری از این ویژگی ها بود که از ایران باستان انتقال پیدا کرد، حفظ شد، اینطور بگیم، یعنی حفظ شد. برخی از اینها اشتباه بودن، حفظ نشد، با ادرار گاو یارو باید خودش قص میداد، حفظ نشد. ادرار گاو تقدس داشت، که تو هندم مونده، ادرار گاو رو میریزن رو شیرینی ها میکنن. خانوم ها بعد از اون مشکلی که براشون پیش میاد باید توسط ادرار گاو قسل لاده می شدن تا به جامعه بازگردانده بشن، اینا حفظ نشد. جامعه طبقاتی که به وجود اومده بود حفظ نشد، اشتباه بود. فقط درجه 1 ها حق تحصیل داشتن، اشتباه بود، حفظ نشد.
اما اون جایی که درست بود حفظ شد. یه سری جا بود سکوت بود. نوروز رو دارم خدمت شما عرض می‌کنم. نوروز آنجاش که صله ارحام بود با اسلام سازگار بود. چقدر تاکید رو صله ارحام داریم؟ می انجام ندی عمرت کم میشه. خیلی ویژه است، عجیب غریبه. دو، اونجا که رفع کدورت ها بود بسیار توصیه میشد. ما میدونیم که بزرگترین گناه در اسلام دروغه. طرف خدمت پیامبر رسیده عرضه داشته آقا مؤمن میشه زنا کنه؟ حضرت میفهمه نباید زنا کنه، ممکن ازش در دستش در بره، ممکنه تو دست خود یه ممکنه دزدی کنه، میگه نباید این کار بکنه، میدونیم بله، اما ممکنه از دستش در بره. ممکنه دروغ بگه، میگه نه این یکی ببین چیه، اما میگه برای اصلاح ذات البین اجازه داره دروغ بگی. یک جایی بخوای رابطه دو نفر رو اصلاح کنی با هم آشتی کنن، اجازه داری بری بگی آقا من پیشش بودم، گفت من آدم خوبیه، منم ناراحتم، اونجوری جوابشو دادم، این ایرادی نداره بگو. اینقدر رابطه دو نفر رو درست کردن اهمیت داره. وای به حال ما به ظاهر مسلمونه که چقدر روابط به هم میزنیم با تهمتامون، با دروغامون، با غیبتامون، ها؟ حواسمون باشه. تو اسلام ما گناه بالاتر از این داریم؟ یه نفر با مادرش بره تو خونه خدا زنا کنه؟ با مادر خودش؟ میگه آره داریم، اسمش غیبت. وحشتناکه. حالا بیا به این خانم با او آقا بگو غیبت نکن. یه تو داری طرفداری میکن. نمیفهم. میگه برادرت بیفته جلو جونت، جلو چشه جوون مرد بشه، بعد قیچی بدن دستت، گوشت مردشو بکن بخور. از نظر من خدا غیبت اینه. پس رفع کدورت بسیار توصیه شد. نوروز این ویژگی رو داشت. نونواری خونه تکونی، تر و تمیز شدن ویژگی رو داشت. بهداشت داشت. یارو سالی 12 ماه به خونه زنگ نمیزنه. خونه رو کثافت گرفته. عید نوروز مجبوره. اینا رو برای همین ایرانی‌ها دم عید نوروز کوفه رفتن خدمت امیرالمومنین رسیدن. شیرینی‌های عیدی خودشونو درست کردن. شیرینی محلی رو بردن به امیرالمومنین تعارف کردن. حضرت پرسید اینا چیه؟ ما نوروزمون رسیده جشن میگیریم، اینم شیرینیامونه. اگر این ایراد دار میبود امیرالمومنین اونجا میفرمود این کار شرکامیز انجام بدید. ندید دیگه. حضرت چی نمیگه؟ به شوخی میگه که کاش هر روز نوروز باشه شما این شیرینی خوشمزه بیارید. امام صادق میفرمان نیر روز و ناکل یام، هر روز ما باید نوروز باشه، کدورت ها رو کنار بذاریم، صله ارحام انجام بدیم. اما یک سری خرافات هم توش داره. خرافاتش مثلا چیه که بنده این تیکش ازم نخورد، اینایی که گفتم همه کات شده. ببین چقدر یه نفر به حروم لقمه باشه. این تیکش همه میشینن لحظه سال تحویل میگن سال تحویل هر کاری کنی تا آخر سال اون کارو میکنه. کی گفت این حرفو؟ شما قبول دارید اینو؟ من قبول ندارم. میشینن کجایی؟ میگه دستشویم. برسون دین دین، لحظه یه پاش دستشویی، یه پاش بیرون، سال تحویل شد. هیچی دیگه، تا آخر سال تو یه لنگه تو دستشویی، یه لنگه دیرون. چه آدم عقل این حرف نمیبینن؟ شما چرا دارید میخندید؟ اینجا مردشت شهر هخامنشیان و فلان، حرف دیگه منطق باشش نیست، منطق باشش نیست. اما این همه آدم ها جمع میشن دور سفره، منتظر این باشه که بگه تق. حالا یه سوال، لحظه سال تحویل شما از کجای ایران باستان بیرون کشیدی؟ تا 100 سال پیش از کجا میتونستن ساعت رو تشخیص بدن بهش گفت تق؟ همین هم از موقعی که ساعت اومده، ساعت از اینا تونستید درارید. اونم که تازه میدونه که دقیق حساب بگید نمیشه دیگه. هر 6 ساعت 6 ساعتشو جمع میکنن، آخر 4 سال یه روز 6 4 تا 24 تا اضافه میکنن، میشه سال کبیسه داداش. زیاد اون تقم خوش نباش. میگم این دیگه جز دینتون نیست، عقلانی هم نیست. حالا دور هم جمع بشیم. حالا یه نفر اینجوری میگه، ما دیدیم داداشمون داره لحظه سال تربی نماز میخونه. گفتم لابد میخواد تا آخر سال نماز بخونه دیگه، حالا اینجوری داره چیز میکنه. اما حالا مثلا اون لحظه حلول، اما بابا سال هاست بشر منتظر یه منجی ککش نمیگرد. چه ما ایرانی ها، چه ما شیعیان جمع شدیم یک لحظه در سال هممون دل بدیم سکوت بگیم آقا آیا وقت رسیدن اون منجی نرسیده؟ همون منجی وعده داده شده در بیان ادیان الهی، سوشیانس زرتشتی ها، مشیح یهودی ها و مسیحی ها، مهدی مسلمان ها، بودای آخر بودایی ها، آیا وقتش نرسیم؟ ما یک بار تونستیم بشینیم اینجوری کنیم برای از بین رفتن یک اتفاق قشنگ، برای از بین رفتن ظلم. بعد اونجا من دارم میگم روزی که هدایت کامل شده، آیا ما اینطور خدا وکیل از شما سوال میپرسم
عید نوروز ارزشش بس به چی بود؟ به اینکه واقعا این ارزش ها رو با خودش داره، خوب بود. الان ما ایرانی ها که مسلمان هم هستیم، عید قدیر رو فرنگ تر برگزار میکنیم، نوروز رو. کدوم شهر کلا عوض میشه؟ بنده کجا گفتم عید و نوروز رو تعطیل کن؟ میگم عید قدیر هم پررنگ برگزار کن. سالی یه بار کیف میکنه خوش بهت میگذره، دو بار بهت خوش بگذره. بعد میگم کی گفته سیدا باید عیدی بده؟ ما چرا آوردیم عید قدیر رو تقلیل داریم در حد عید سادات؟ بابا عید همه حق طلب هاست، عید همه کسایی که عاشق انسانیتن، عید کسایی که چرا ما ایرانی‌ها شیعه شدیم؟ بابا یه بار خودت اینا رو نمی‌پرسی؟ ما ایرانی‌ها این قرار بود به ضرب شمشیر دین عوض بکنیم، الان سالها بود تاویست شده بودیم، مغول شده بودیم داداش. از مغول محکم‌تر کسی سر ما شمشیر کشید؟ قبل‌ترش اگه ما قرار بود با شمشیر دین عوض بکنیم، زمانی که اسکندر حمله کرد، باید ما هممون به آیین آن موقع اروپا در می‌اومدیم، هلنیست بعد می شدیم، ادونیست بعد می شدیم، دین عوض کردیم و زرتشتیگریمون برگشتیم؟ نخیر. پس این نیست. برید فتوحات غیر اسلامی بندر گوش بکنید، بزن رایفی پور، دانه سخن رایفی پور، فتوحات غیر اسلامی که من به اونجا اثبات کردم فتوحاتی که آقایان بعد از امیرالمومنین انجام دادن هیچ کدام اسلامی نبود، هیچ کدام مورد تایید اهل بیت نبود. علی ابن ابی طالب علیه السلام در بدر، احد، خندق، خیبر، حنین تو ده ها جنگ نفر اوله، تو برخی از این جنگ ها 90 تا زخم برمی‌داره، پیامبر از دنیا میره شمشیرشو غلاف کرده 25 سال صداش در نیومده، بعد 25 سال که خلافت رسیده دوباره شمشیر کشیده، با کیا جنگیده؟ بگید، باز با خود عرب ها. یکی از دلایلی که علی بن ابی طالب دشنام می‌خورده تعدد بالای ایرانی ها تو سپاهش بوده، میگفتن این مجوسا چرا میام تو سپاه تو؟ برید در بین خلفا بگردید یک نفر رو پیدا کنید مثل امیرالمومنین به غیر عرب ها احترام گذاشته بشه. کجاست وقتی اشعث ابن قیس عرب یمنی و فرمانده سپاه یمنی های امیرالمومنین از ته مسجد میبینه ایرانی ها دور منبر امیرالمومنین گرفتن پا میذاره رو شونه ها اینا، میاد جلو که کنار منبر جاش به حضرت چنان توبیخش میکنه مثلا میگه بگم شو ببینم بابا، میگه ما اینا رو مسلمان کردیم، میگه واشتا تو آخر زمان اینا دوباره شما رو مسلمان میکنن، چیزی از اسلام شما نمیذارید باقی بمونه. الان چیزی گذاشتن باقی بمونه از اسلام؟ اسلام سربریدن، اسلام تجاوز، اسلام داعشی از تو اونا زد بیرون. کی جلوشون واشتا؟ کی جمعشون کرد؟ آمریکا داعش رو جمع کرد؟ یا باز اسلام شیعی؟ چرا زمانی که این آیه نازل میشه که من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اگه شما عربا از دینتون برگردید خدا در آینده دور، سوف آینده دور، سه آینده نزدیکه، یه قومی رو میاره که خدا اونا رو دوست داره، اونا خدا رو دوست دارن، از سرزنش کننده ها نمیترسن، یعنی مسخره میشن این قوم، ولا یخافون لومت لائم، یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن، جلو کفار و لات و لوتا شاخ و شونه میکشن، اعزتن علی الکافرین، جلو مؤمنین فروتنن، جلو این کسایی که بضاعتشون کمه، کسایی که جون ندارن، زور ندارن، جلو اونا برعکس آرومن، سرشون پایینه، اذلتن علی المؤمنین. بعد میفهمون اینا حزب خدا، اینا غالب خواهن شد. این آیه که نازل شد همه عربا بلند شدن گفتن آقا این کیه؟ از قوم منم نه؟ طرف از بنی تیم بود، رفت جلو گفت تمیم نه تیم، من یه جایی دیدم که این عزیزان اومده افاضه فرموده که رایفی پور گفته بنی تیم، منظورش بنی تمیمه، مثلا خواست از ما ایراد بگیره، تو سر در نمیاری، بنی تیم قبیله دیو، بنی تمیم چیز دیگه است. خدمت شما عرض بکنم که بنی تیم اومد وایستا گو از ما، اون یکی از بنی عدی اومد گفت از ما، همینطور گفتن آقا رسول الله فرمود من هذا هذا و ذو، یه پیرمرد اون بغلش نشسته بود که پیغمبر هم سنش خیلی بیشتر بود، گفت اینو و قومش برگشتن نگاه کردن سلمان فارسی. این وعده الهی داده شد، قوم این کار یه سره میکنن، کار اینا، حزب خدا اینا، یکی دوتا نیست، روایت داریم توش فارسی استفاده شده. این دیگه مالش اینه که گفتم شیعه سنی وهابی سلفی تکفیری همه قبول دارن، اینه که الان خوندمون روایت داریم تو ملاح مفتن مال اهل سنته، میگه تو آخر الزمان قومی از خراسان، خراسان یعنی ایران،
یه موقعی به ایران میگفتن فارس، یه موقعی به ایران میگفتن خراسان. اون موقعی که اهمیتش تو کجاش بوده، پایتختش به قول کدوم، یا موقع مراد ری بوده. میگه حمله میکنن میرن تو بیت المقدس، کار اینا رو یه سره میکنن، کار این صهیونیستا رو. دقت کن، میگه و یقولون بینهم، میگه وقتی اینا با هم دارن حرف میزنن، روایت عربی دیگه، خب طبعا عربا عربی حرف میزنن، نه اینجا دقت کن، و یقولون بینهم بکش بکش، این تیکش فارسیه. یه وقت اونجا با هم حرف میزنن میرسن سراغ اینا، با هم که دارن حرف میزنن میگن اقتل اقتل، میگن چی؟ بکشش بکش، نزد دره مثلا، آره بکش بکش، اینجا رو میگن. اینا فراوون داریم در کتب عهدین، تو تورات تو انجیل اشارات هست. مراد از ایلامی ها با عین، ایلام نه ایلام، یعنی ایرانی ها. در کتاب حزقیال نبی زمانی که انقلاب شد، اینی که دارم به تو میگم از یک مسئول امنیتی و اطلاعاتی دارم برای تو میگم، ایشون به من گفت ماجرا رو بگو چون تموم شده رفتم، اما اسم منو نگو. بازنشست شده، یه جامعه پیش ما صحبت کرد. ایشون میگه که یکی از این یهودی های صهیونیست، ما همه یهودی ها صهیونیست نیستن، همه مسلمان ها داعشی نیستن، حالا فهمید منظور اینه. بعضی ما داریم صحبت میکنیم منظورمون صهیونیست هاشونه. میگه که یکی از این رهبرانشون تو ایران بود، هنوز نرفته بود اونور، بعدن این فرا کرف اون طرف دیگه، اوایل سالهای جنگو. تا میگه این اعزام به جبهه رو دیده بود تو تلویزیون، زنگ زده بود به یکی دیگه‌شون تو آمریکا، گفته و فلانی بدبخت شدیم رفت. چرا؟ گفته این همون پیشگویای حزقیال نبیه که از ایران اینا میان، از میان فارسان بلند میشن، این کار انجام میدن. بعد اینا ترسیده بودن. میگه اون برگشت که خیالت راحت باشه، توی این پیشگویی نگفته پایتخت ما سقوط میکنه، گفته پایتخت ما محاصره میشه. یعنی اینجوری بهش دلداری داده بود، یعنی تو پیشگویای خود اونام هست. حالا طرف اینجا چیه؟ مثلا یه بحثی رو قرآن انجام بده، دیگه از تورات و انجیل خبری نداره. یه بخشی رو تاریخ انجام بده، از تورات و انجیل خبری نداره. یه بخشی برعکسش، توی انجیل و تورات از تاریخ خبری نداره. دو اسما رو نمیتونم بگم پیدا کنم. هنوز من کتاب میخونم، اینا هنوز فرق یوحنا متوجه نشدن با یحیی چیه. دوتاش یه اسم گرفتن، پروفت جان، هر دوتا رو جان نوشتن. بابا اینا دوتا آدم، یکی حواری یکی پیغمبره، سالها فاصله دارن با هم. از این موارد زیاد داریم. طرف نبوید نصر رو با فرد دیگری در تاریخ بابل اشتباه گرفته، کتاب نوشته بابتش. نمتوجه چی دارم میگم؟ من یه حرف راجع تو چیز زدم، نوروز زدم، میگم همونجوری که نوروز رو برگزار میکنید قدیر هم برگزار کنید، و بلکه پررنگتر باید برگزار کنید. شما الان عید نوروز میشه، یه سبزی پلو با ماهی رو حتما باید چیه؟ بزنید تو گوشش، میخورید، دلیلش هم نمیدونید. ننمون گفته، ننمون ننه شنیده، ننه نوازوگم از او یکی شنیده، یعنی مادر فرزندی انتقال بده. این به دلیل این بوده که از برج حوت وارد برج حمل میشی، ماهی رو تموم میکنی اسفند، وارد فروردین بره میشی، گوسفند میشی، بعد ماهی رو بخوری. خب بسم الله، فروردین هم تموم میکنی گوسفند بخور، بعد برو جلوتر. فقط اینا نیستش که، یوی میشه شیر، میشه گاو، شیر برو پیدا کن بخور. من الان ممکنه این نیستم کسی سبزی پلو با ماهی نخوره، میگم خوبه شاید همین سالی یه بار بنده بون خود یه ماهی گیرشون بده بخورن. اما منکر اینم که بگم که چون حوت رفته به حمل بریم ماهی بخوری، خرافات. همونطور که غم زنی و خرافات میدونم. اونورش هم ببینید، مشکل ما اینه که ما آدم زبون نفهم داریم، فقط خودشونو میبینن. اون یه تیکه که با او گفتی و کار دارن، نمیگه اون تیکه اون طرفی گفته باز اونوریش بهت فوش میده. گرفتی چی شد؟ اینا مشکل ساز شدن. خرافات خرافاته. برمیدارن میرن درخت پارچه میبنن دورش میچرخن، امامزاده درخت درست میکنن. خرافات، آقا این کارا رو نکنید. کیو پیدا میکنه اندازه بندل این فرقا سخنرانی کرده باشه؟ 90% این فرقایی که بنده علیشون سخنرانی کردن فرقایی بودن که تو اسلام شکل گرفته بوده. پس شما حالا باید همه بچه مسلمان بیان ناراحت بشن تو چرا گفتی تو اسلام خرافات وجود داره؟ یارو چرا تو میگی تو ایران باستان خرافات هست؟ آداب خوب بوده، آداب غلط هم بوده. آداب خوبش حفظ شد، آداب غلطش کنار گذاشته. بعضی هم به جای ضربه نمیزد موند، مثل همین سبزه گره زدن. تازه سعودی ها گیر دادن، الان میگیم آقا دیگه میرید این ور بچه گره نزنید.
لیالاقا میرید عربستان گره نزنید. حالا تو گره نزنی خدا حاجتو نمیشنبه. موارد متعدد این شکلی از این کارهایی که مونده متاسفانه غلط هم هست. آدابهای بسیار پررنگ و پرزرق و برق ازدواج و عروسی که اسلامی بگید نیست، باشه تو نتونی زن بگیری. تازه کم شده، عروسی 7 شبانه روز بوده، برای اون جامعه جواب میداده، برای اون جامعه، نه برای الانی که قیمت ها اینجوری نیست. ازدواج به حدی ساده بوده تو اسلام دیگه، راحت بعد ازدواج زن میگرفتی که طرف دوچار گناه نشه. نیاز داره خدا که منو تو رو آفریده، تشنگی در ما به وجود آورده، میل جنسی هم به وجود آورده، همونطور که راحت میتونی به میل به آب خوردن، به غذا خوردن تو ارضا کنی، میل جنسی هم باید به همون سادگی بتونی ارضا بکنی. چقدر ساده گرفتی؟ شما برید ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا رو یه سپر فروخته، رفته زن گرفته. میگم این فکر میکنید الان چیکار باید بکنه طرف؟ یه سرویس طلا برای این بگیر، یاد نمیدونم چی برای اون یکی بگیر، نمیدونم ننه دختر، نمیدونم چی بابای پسر، نمیدونم چی یه تالار، نمیدونم چی یک باید کجا بری. آقا این درسته؟ این آداب و رسوم مزخرفی که در ما به وجود اومده درسته؟ دختر جدید همه تو مبتلا بیدو فکر نکنید؟ جایزه میخرید هم مادراتون میگن هم چی زشت نگید، جایزه رو میاد میچینید، مردم رو جمع میکنید، میان جایزه تون نگاه کنید. درسته این؟ اومدیم یه بدبخت بیچاره بود نداشت، این انسانیه؟ خود تو زندگی تو با آه و نفرین از اول داری شروع میکنی، از همون ابتدا با آه و نفرین داری زندگی تو شروع میکنی، طرف چشش تو زندگی تو میمونه، او باباش نداره نمیتونه. من یه عکس دیدم تو تهران، جهیزیه تو خونه خدا شاهده جا نشده بود، تو وسط کوچه چیده بودن، بزنید تو اینترنت میاد، کل ملت میمادن رد میشدن، جهیزیه اینو مطمئره و مشی رد میشه، یخچالو ببین آفرین مثلا. اینه چی هم؟ اسلام رو بذار کنار، انسانیت داری انسانیه؟ یه نفر گرسته است جلوش چلو کباب بکشی رو کنه خوردن انسانیه؟ این رسوم رسوم اشتباهیه، باید فاتحش کن. من قبول ندارم، این شکلی هم ازدواج نکردم، این شکلی هم ازدواج نذاشتم کسی بلند شه بیاد جایزه رو نگاه کن، اصلا اجازه ندادم، گفتم من این چیزا قبول ندارم. حتی بعدا فهمیدم با گوشی فیلم گرفته بودن برده بوده. بعدها فهمیدم این شکله. حالا این کجاش توهین به ایرانیگری بوده؟ ببین منتها چیه، تو قبلا دو تا سیاسی یه جا زدیشون، اینا میگن خب وقتشه کی؟ آها رایفی رو با کی در انداخت؟ با ملیت، چون همه ایرانی هست که فردا ایرانی ویلکم بابا این روزی اومده عید نوروز برده زیر سوال، دیگه صحبتش گوش نکنم. چرا؟ چون رایفی پور اسرائیل سوزونده، چون این بابا میاد علیه فتنه های اونا صحبت میکنه. کجا بودید شما؟ شما دم از ایران گرزن لالمونی بگیرید خواهشم، رفته پشت سفارت فرانسه تو شم روشن کرده بودید، دم از ایرانی بودن میفهمی؟ تو فلان فلان شده جش عید نوروز رو نمیگی، چه دروغ میگی، اخیرا داری کریسمس برگزار میکنی. تو دم از ایرانی گری میزنی؟ شما خواهشن هر کی حرف بزنه، تو حرف نزن، تو حرف نزن، کدومت پوشه؟ توی که این حرف رو میزنی کجا پوششت ایرانیه؟ ها؟ سر تاپات غیر ایرانیه، معماریت غیر ایرانیه. من در مورد معماری ایرانی اسلامی سخنرانی کردم، بنده در مورد پوشش ایرانی اسلامی صحبت کردم، شما کجا بودی؟ اون موقع که جوانان ایرانی، جوانای وطنت داشتن میرفتن پرپر میشدن، کدوم گوری قایم بودید شما؟ از قضا با چه شعارهای ایران تو حفظ کردن؟ با شعارهای اسلامی، رو سربنداشون برو ببین چی نوشته بودن. کجا بودید اون موقع شما؟ نه اینا عین شترمرغ شدن، بهش میگه بار ببر، میگه من مرغم، میگه خب تخم بذار، میگه من شتر، یعنی فقط میخواد دره، میخواد کارن، اینه ژله شده. سفارت فرانسه آنگلو ساکسونا تا اونجا که من میدونم بیشترین پدر از مادر بودن، اونا که شخم زدن تخت جمشید امسالوم، اینا شخم زدن بردن،
الان میخواد تخت جمشید، تخت جمشید برو تو لوور فرانسه ببین. اینه اونا که شخ زدن بردن، تاریخ تو شخ زدن بردن. بریتانیا الان قبله کعبه آمال توه. حاج خانم ملکه الان به تو دستور میده چی بخوری چی نخوری. تو برای ما شدی وطن پرست؟ تو حرف نزن. اون یارو پسر سلطنت طلبه که متاسفانه تو این به مقدسات اسلامی هم میکنه، اونون بر فهمیده برنامه اینا برای ایران سوریه کردن ایرانه. اونون بر فهمیده داره فوش میده میگه آی آقا اینا رو با حرفشون گوش نکن میخواین کار کنن. این اینجا برگشته میگه نه عزیز من، تو میخوای خائنی، میخوای همینجوری بدی بره. تجربه هم نشون داده آقایان، وقتی تایمز آف اسرائیل داره میگه از زمان هخامنشیان به بعد، او میگه برای بار دوم، ما اشتباه میگه چون این لاما هم یه دو سه بار دیگه ما رفتیم، یه دوبار دیگه هم رفتیم زمان اشکانیان ساسانیان، میگه از زمان هخامنشیان به بعد دوباره بعد از 2500 سال جمهوری ایرانی ها رسیدن به دریای مدیترانه، دادش در مده. ما چرا تو سوریه ایم؟ به همون دلیل که کوروش رفت اونوری، به همون دلیل که داریوش رفت اونور. چرا داریوش رفت؟ داریوش چرا رفت پولای ما رو خرج میکنی تو سوریه؟ داریوش چرا از لیبی؟ داریوش ول نمیکرد که، میخواست بره همینجوری. لیبی رو هم داشت میگرفت، داشت میرفت که اون طوفان اومد، طوفان شنی اومد اونجا، کشته شدن زمان دولت قبل اگه خاطرتون باشه، یک سری از وسایل اینا زیر شنها پیدا شد. صحبت شد که اونا رو بردارن بیارن ایران، مثلا اگه استخون چیز مونده بیارن اینا دفن میکنن، از این حرفا که جنگ و جدال تو من بکرد درست کردین ماجرا. مستحضرید؟ او که داشت میرم برای چی؟ برای اینکه او میفهمید باید به آبهای آزاد اون طرف دسترسی داشته باشی، اما تویی که اینجا یه انقلت میگی، تو مشکوکی، تو نگرانید از سمت بابات اسرائیل. وقتی هم میای ضد اینا صحبت میکنی، اومدن چیکار کردن؟ عکس یاسر عرفات رو برداشتن گذاشتن کنار عکس ما، میگن توهین میکنن، صیغه زاده فوش وهابیاست، وهابیا میخوان به شیعه فوش بدن چون اونا صیغه ندارن، ازدواج موقت ندارن. خلیفه دوم ازدواج موقت رو برداشت انداخت کنار در حالی که آیه قرآن داره. بعدها به دلیل لزومش یه چیزی درست کردن که هزار رحمت به صیغه، نکاح المسیار. متوجه شدی؟ ازدواج به شرط طلاق، یعنی ازدواج میکنه، اما ازدواج موقت بسیاری موارد به ازدواج دائم تبدیل شد. متوجه شدید؟ اینو دقت کنید. برای همین به شیعه ها میخوان فوش بدن، میگن چی؟ صیغه زاده. اومده دونه دونه این بچه‌هایی که از هویت ایرانی اسلامی، از مرزان، از تجزیه و تجزیه شدن رو داریم میگیریم، داریم صحبت میکنم، هر کدوم رو بسته. اون سید پویان رو برداشتم که صیغه زاده سید حسن نصرالله. منو میگه صیغه زاده، اینم یاسر عرفات. عکس اونو میذاره کنار سید حسن، عکس ما رو میذاره کنار یاسر عرفات. بعد نمیدونم اون کمپین درست شده بود که پسرت کجاست، فرزندت کجاست، به این مسئول میگفت. اینا اومده بود گذاشته بود پدرت کجاست برای من. پدرم که گفتم که 8 سال جنگید، بعدش هم صدام ول کرده بود، بابای ما ول نمیکرد تا 60 و 70 لب مرز مونده بود. جنگ تموم شد و هنوز نگردشن. الانم از دار دنیا یه پراید داره که نمیدونم با قیمت جدید پراید چنده، اما قبل این قیمت ها 8 تومن قیمتش بود، 8 تومن. خب خدمت شما عرض بکنم که بعد از زورام ارتشی بازنشسته، بعد از زورام میره آژانس کار میکنه، چون پلاکش هم پلاک شاهرود بود، اسنپ راش نمیدادن. دقیق بهت بگم، یعنی میخوام بگم دقیق اینجوری. تهران هم مستاجر بود توی محله متوسط بسیار به پایین، که یکی از همسایه‌ها وقتی فهمید ابوی ما سن خانم باورش نمیشد، گفت شما دروغ میگید. اما اگه میشد بابای فلانی بشه خودش لابد الهیه میشه تا اونجا دروغ تو حد هم مثلا عموشی گفته بود نه این بابای ما. من اما اینو میدونم پدرم کجاست، اگر پدرم نمی بود تو بعد سوال دیگه میپرسیدی. اگه امثال پدر ما نمی بود اون موقع خیلی از شما از دانه ارزم کنم اونا که حرفو می زنن، خیلی از شماها باید این سوال رو می پرسیدید که آره یه کسی دیگه کجاست. آره اگر ما حرمت نگه می داریم، ادب اسلامی داریم، چیزی نمیگیم، شما دیگه به وقاحت از حد نگذره. هیچ کس واسه سرباز کشورش حرفا رو نمی زنن که این جماعت وقیه بی حیا میگن. برای دفاع از تو بلند شده رفته داره میجنگه، برای دفاع از عقاید تو داره میره میجنگه، 2000 کیلومتر 3000 کیلومتر اون طرف با موجوداتی که تو اسمشونو میشنوی واجب و تعویض و تنبان میشی. تو بفهمی توی شهر داعشی از شب اونجا نمیخوابی،
این بچه اونجا مثل شیر وایستاده، خم به ابرو نیاورده که آبروی ایران ایرانی نره. اون لحظه که خنجر در آورده چسبونه به بازوش داره میبرش، دیده بقیه رو چی کار کرده، میدونه با خودش چی کار میکنه، خم به ابرو نمیاره که تمام دنیا رسانه هاشو میگنه این اینا دیگه کیا. بعد تو برگردی به خانواده او توهین بکنی، برگردی به او توهین بکنی که به ما چه اون رفت اونجا. بیا خب عزیزم اون نمیرفت که تو نمیتونستی زن و بچه تو راحت بغل کنی. الان سوریه ندید چی شد، عراق ندید چی شد، زناشونو بردن به اساره، جهاد نکاح میکردن باشون پندقه پندقه، یه تو اتاق میرفت بیرون یکی میرفت، یه میاد بیرون یکی میرفت. تمام برنامه اینه عزیز من دوگانه به وجود بیارن، دوگانه اسلام یا ایران. کی گفته اسلام و ایران؟ ما مردمی هستیم در طول تاریخ نشون دادیم، عمدتاً نگفتم همیشه، عمدتاً از حق دفاع کرد. ادیان الهی رو ما نجات بدیم. زمانی که یهودی ها اسیر و عبیر بودن در بابل، کی نجاتش داد؟ ما ایرانی. کوروش ما ایرانی ها بود و ذوالقرنین قرآنه و از قلنا یا ذوالقرنین، ما خدا میگه ما باش حرف میزدیم، بنده خوب ما بوده. ببین امیران اون چی میفرمان؟ میگه اون نه فرشته بود نه پیامبر. چه یه دیگه گفتن ذوالقرنین فرشته بوده، یه دیگه گفتن پیغمبر بوده. نه، به واسطه پیغمبری با او صحبت میکردیم. به واسطه پیغمبری؟ کدام پیغمبر؟ اینجاست که دست تحریف کار یهود میاد وسط. براتون اثبات میکنم، شما کوروش تو در تاریخ دارید. اولین متونی که بهش اشاره کردن قبل از کشفیاتی که همین جاها صورت گرفت و در بین النهرین صورت گرفت، در تورات بود عزیزم. متوجه شدید؟ در تورات بود. تو در عهد عتیق چندین بار اسم کوروش آمده، یه جا به نام کوروش، یک جا به نام بلح کرنم کورش، کورش یا کورش اینجوری اومده. یه جا آمده بلح کرنم، یه جا آمده مشایا، سه جور اسمش آمده. اینا توضیح میدم برات، کورش رو میذارم آخر. اول مشایا، مسیح در زبان عبری یعنی منجی، یعنی کسی که مورد تبرک خدا قرار گرفته. پس مسیح اسم، بگید چیه؟ صفته. حضرت موسی هم مسیح یهودی ها بود، منتظرش بودن بیاد از شر فرعونی نجاتش بده، او هم یکی از مسیح هاست. اینا در اسارت بودن در بابل، میخواستن برگردن برن به همون چی؟ بیت المقدس خودشون. معبدشون رو خراب کرده بود بخت النصر، یا بوکت نصر خراب کرده بود. دنبال یه نفر بودن دوباره نه. اون بلایی هم که سرشون اومده و حقشون بود، چون شیطنت کردن در مقابل خدا ایستاده بودن، خدا تنبیهشون کرد، بخت النصر رو برشون شورون، پوستشون رو کن. دو تا قبیله شون رو بخت النصر ادب کرد، 10 تا قبیله شون هم آشوری ها. این همه تو تاریخ اومده، با اون کاری ندارم. اینا منتظر بودن، وعده بهشون داده شده بود که کسی میاد. از لسان کی، در زبان کی آمده بود؟ خوب دقت کنید، در زبان دانیال نبی. من اینا گشتم پیدا کردم، حضرت دانیال در رؤیا میبینه، وحی برش میشه که یه قوچی میاد زمین رو شخ میزنه. قوچی که دوتا شاخ داره، میاد زمین رو شخ میزنه، بعدش به دو جهت، بعدش یه اسب تک شاخ میاد اون قوچه رو میکشه، بعد او باز میشه سه شاخ. تعبیرش اینه که یک نفر میاد در دو سوی عالم گسترش انجام، یکی به سمت شرق یکی به سمت غرب، که او رو میگه او همان کوروشه. بعد از او یه تک شاخ میاد از غرب حمله میکنه که کیه؟ اسکندر مقدونیه، هخامنشیان از بین میبره. بعد او میشه سه شاخ، میشه سه تیکه دیگه. اسکندر بعدش کشورش رو چقدر؟ سه بخش شد دیگه، درست شد؟ دقیقا با تاریخ جوره. این پیشگویی بود که حضرت دانیال انجام داده بود. پیغمبرا در میان یهودیان، پیغمبر اینا زیاد داشتن. چرا بعضی از پیغمبرا معروف‌تر شدن؟ فقط به خاطر پیشگویی‌هاشون. دقت کنید، ما یه میسنجر داریم یه پروفت داریم.
فرق اینا چیه؟ هر دوتا میگن پیغمبر انگلیسی. بیشتر کدوم میگن پیغمبر؟ پروفت. پروفت محمد، پروفت جیسوس، پروفت موسس، اینا رو میگن. در حالی که پروفت یعنی پیشگو، کسی که پروفسی داره. چرا اینا رو قبول دارن؟ میگن کسایی که پروفسیش درست در اومده، پیشگویش درست در اومده ما قبول داریم، میفهم پیغمبر بوده. از کجا معلوم اگه پیغمبر بوده؟ درست شد؟ چون معجزاتی که نقل میکنن تو که ندیدی، که میگه تو اون شهر این کارو کرد، تو که ندیدی، اصلا 100 سال پیش این کارو کرده بوده، تو که دیگه الان حضرت موسی رو میتونه بری بره من اساج دعا کنه؟ نه. اما اگه ببینم حضرت موسی یه چیزی گفته، 5 سال دیگه به وقوع میپیونده، میگم دمش گرم پیغمبر بوده. متوجه شدی؟ برای همین یکی از این پیغمبرا که خیلی ارزشمند شد حضرت دانیال بود، واسه پیشگویش. یکیش اشعیای نبی بود. اینا بود. حضرت دانیال این پیشگویی رو به اینا میکنه که خیالتون راحت باشه، خدا اراده کرده که چیز تمام بشه، این اسارت ما. همه منتظرن ببینن این مشایا کیه؟ مسیح کیه؟ پس مسیح در زبان یک لغت عربی نیست. یک لغت سوری آرامیه. یعنی مس شده، برکت شده. چون اینا یه نفر که میخواستن برکتش بدن روغن مالیش میکردن، یه روغن مقدسی بود میزدن بهش، میگفتن این روغن مال شده، اینی که ما مثلا یه قسلش بدن، اینطور میگفتن. بعدها طبق همونی عربا اومدن چیکار کردن؟ اومدن اینم کشیدن توی گفتن مسیح یه معنی دیگه هم میده، به معنی که یه چیزی که چشش مس شده دیده نمیشه، یه معنی جانبی. اخیراً دمی که از این سایت‌های اصولگرا من یه سخنرانی کردم در مورد مسیح و دجال که دو روایت هست، روایت اهل سنت میشه. توی اونجا میگم که آقا هیچ بعید نیست از این روایت استنباط هم میشه کرد که تو آخر الزمان این یه مسیح قلابی هم رو کنن، اینا پیغمبر دروغین رو کنن. باید مواظب بود مثلا اینجور چیزا. میگه آقا رو آب راه میره، ما کریس آنجل هم رو آب راه میره. خب میخوام بگم حتی معجزات مسیح شبیه سازی هم شاید بتونن با شیطنت بکنن. یه سایت اصولگرا رفتن یه بابایی رو گشتن پیدا کردن، خیلی جالبه، نوشته که اینجا مسیح الا بالله، یعنی اینکه یه چش نداره، یعنی دجال یه چش. با تو با چه حقی میگه اینه؟ من میگم اونه. اصلا 90% اونه، 10% اینه. رفته گشته تو لغتیای عرب، 10% گشته لغتیای عرب هم توضیح دادیم اول درس یعنی چی تو لغویون عرب. بعد اومده همین چیزی نوشته، بعد یهویده پس رایفپور بی سواد است. اینا عقده های سیاسی دارن، یعنی پر دنبال میگن. تو 3000 تا سخنرانی بره یک کلمه رو بگیره بده کن که هیچ کی دیگه جگر نکنه راجعش حرف بزنه، بعد اونو بره برداره بیاره. 90% حرف تو، 10% حرف اونه، 10% خودشو بگیره بگه 90%. خیلی آدم انصافا باید بی انصاف باشه من حرف دیگه استفاده نکنم. اینا همینه، چپ و راستشون همینه. به ما هم متوجه شدن اینا، فقط باید بهشون باج سیاسی بدی تا باد را بیان. اون موقع هر غلطی بکنی باید کار ندارم، کارت هم حرفات هم ماسمال میکنم، هیچ که کاری نداره. خب اسم دیگه ایشون کورشه، که من عرض کردم از اونجایی که ترمینولوژی و اتیمولوژی لغت داریوش میگه، احتمالا این اسم کور، خور، هور، که همینا معنی خورشید، اینا معنی میده. خبه که خیلی تبدیل میشه، ها، حبه سه خیلی تبدیل میشه، میتونه اینها معنی بده. خود اهورا از هور میاد دیگه، یا آسورا، مثل هند سند که به هم تبدیل شده، مثل ده. ده در زبان فارسی همون دسیه، زبان لاتینه، ریشش یکیه. الان تو بلوچای ما میخوان بگن بزرگتر میگن چی؟ مستر، مهتر، کوچکتر میگن کستر، کوچکتر. حالا مستر تو انگلیسی هم ما داریم دیگه تو زبان، مستر یعنی بزرگتر. از اینا زیاد داریم، حالا محل بحث هم نیستش. پس کوروش میتونه یکی از این معانی رو داشته باشه. به نام کوروش هم آمده. حضرت جالب اینجاست هم تحریف رو برای شما میگم کجا صورت گرفته. یکی دیگه هم گفتیم به اسم بلحاکارانه. بلحاکارانه من براتون ترجمه بکنم. در کتاب دانیال نبی دو جا من دیدم. بل در زبان عبری یعنی صاحب. صاحب یه چیز بشه میگم بل. برای همین به بت‌ها میگفتن بل. یکی از این بت‌ها میگفتن بل. حرف تعریف هست تو انگلیسی میشه چی؟ ده انگلیسی، پن ده پن، درست شد؟ میگه کدوم؟ میگه اونی که مشخصه. ببین یه موقع میگه یه گوشی بده، یه موقع میگه اون گوشیو بده. اگه بخوام بگم اون گوشی، اول باید ده بذارم جلوش. تو عربی چیه؟ الف و لام دیگه. یه موقع میگه ارض، یه موقع میگه الارض. تو عبری چیه؟ ها. مثلا توی بعلا اونی که مشخصه، اون بعل خاص، ها بعله،
که به مرور زمان در عربی شد چی؟ هبل. ارت یعنی سرزمین، اون سرزمین مشخص میشه چی؟ هارت، اسم روزنامه اسرائیلیا. الان این یهودیای بعضی از این یهودیای خودمون که ارتباط دارن با اسرائیل میرن ترکیه پاسپورت عوض میکنن، میرن دو تا پاسپورت دارن اونجا، میرن سفارت اسرائیل میگیرن میرن اون طرف، تو حرفاشون نمیگن میریم مثلا اسرائیل، میگن ارت، یعنی رو کد صحبت میکنن که دیگه نفهمه، مثلا ما هم نفهمیدیم خبر نداره. خدمت شما عرض بشم که دقت بفرمایید. بعل شو صاحب، ها هم یعنی الف و لام، کرن در زبان عبری یعنی شاخ یا شاخه، هم شاخ هم چی؟ شاخه. بعدیش یه چیز دیگه هم هست، عیم، عیم در زبان عبری یعنی مثنا، یعنی دوتا. شما تو عربی چجوری میگن؟ میگه هازین کتابین، یعنی دوتا کتاب، یا هازان کتابانه یا هازین کتابینه داره دیگه، درسته؟ عین در زبان فارس عربی، عیم در زبان عبری. حالا دقت کن، بعل ها کرن عیم. حالا ببین عربیش میشه، صاحب تو زبان عربی میشه زو، ذوالجلال، صاحب جلال. ها تو زبان عربی میشه چی؟ الف و لام. کرن در زبان عربی میشه چی؟ قرن. یا و میم در زبان عربی میشه یا و نون، ذوالقرنه. دقیقاً قرآن خال زده، بسیار دقیق گفته، یعنی اصلا مولا درزش نمیده. میگه میفرماد یسالونک عن ذوالقرنین، از تو در مورد ذوالقرنین میپرسن. کیا میپرسیدن؟ خود مفسر میگن یهودی میپرسن. اینا مرض داشتن، مثل آدم سوال نمیپرسن، نمیدن بگن که کوروش کیه. به اسم نه، کما این که ما اسم کورس، کوروس یا کوروش در روایت ها من پیدا کردم، اشتباه نکنم تو تاریخ طبریه، که فردی رسید از کوروش پرسید از پیغمبر، که پیامبر تعریفم کرده. دقت کنید ها، حتی اینم هست مال اهل سنت، خوبه نه داشته باشه. پس لفظ کوروش هم اومده، اینش با این کارن. نمیدن مثل آدم بگن رائفی کیه. میخواستن به چالش بکشن سواد پیغمبر. میادن گفتن اون کت قرمزه، شلوار سرمه‌ایه، پیرن مثلا سفیده، اومده بود مردش کیه؟ بعد در مورد کی صحبت میکردن؟ 1100 سال قبل پیغمبر زندگی میکرده، نه کتابی، نه رسانه‌ای، نه هیچی. قرآن جوابشون رو داد، گفت بگو تو بهتون بگم چیه. ذوالقرنین همون کسی بود که دو تا فتوحات داشت، یکی به شرق یکی به غرب، ها بعد رفت به یعجوج و ماجوج رسید، یاگاگ و ماگاگ، دو تا قومی که در آسیای میانه حمله میکردن در منطقه داریال، رفت اونجا دیوار کشید قفقاز که نتونن حمله بکنن. داریال الان در زبان ترکی، ترک اینجا داریم؟ باید باشه، مگه میشه نباشه؟ راه تنگ به ترکی چه میشه؟ تنگ که میشه دار، داریول، باریکلا. داریال همون داریوله، یعنی راه تنگ. هنوز اسمش مونده اون رو. این تا اینجا اسمش هم خدا من توضیح داد. منتها بنده معتقدم سخنرانی حقیقت ذوالقرنین بنده رو گوش کنید. تو اونجا معتقدم 5-6 آیه داره کوروش رو توضیح میده، بستر آیات، آیات مهدویه، داره ذوالقرنین بعدی هم نشون میده. دقت کنید، ذوالقرنین اسم صفته، شامل حال افراد دیگه هم شد. مسیح اسم صفته، حالا ذوالقرنین چی؟ صاحب دو شاخ، که میگه یه قوچ دو شاخ دیدم. اما در ادامه حضرت دانیال میگه لو مدیا لو پرشا، میگه او که هم از ماده ها بود و هم از پارس ها. پدر کوروش از کیه؟ پارس هاست. مادرش کیه؟ ماده ها. از سمت مادری پدر بزرگش میشه زحاک یا اجیدهاک یا استیاک، که اینجا روایت شگفت‌انگیز امام صادقو داریم، میگه او ابن زحاکه. اون زحاک ماردوش و اینجور چیزها رو یکی نگیرید، اون چه ادبیات اسطوره‌ای غیر واقعی وجود نداره. مارتو دوش آدم بیاد بیرون شما باور میکنید؟ کل ژنتیک و این رو فاتحش خونده درفت. اینو دقت بکنید، پس تو تورات آمده اگه شما سر در نمیردید. اما حالا میرسیم اینجا، این اگر آدم خوبی بوده، این اگر خدا میگه از قلنا یا ذوالقرنین، پس چرا این حرفا در موردش زده شده؟ این ستون حقوق بشری که پیدا کردن چرا این حرفا رو میزنه؟ آباریکله. اینجا میخوام از یه چیزی برای اولین بار رونمایی کنم. تو کرج اولین بار اینجا تو کرج توضیحاتی دادم، اینجا میخوام خدمتتون بگم.
زمانی که بخت و نصر در زمان حضرت دانیاله، حضرت دانیال پیامبر یهودیاست در بابل، الان قبرش کجاست؟ شوش دانیال. میاستم میگم شوش دانیال، حضرت دانیال علیه السلام. ایشون در زمان بخت و نصره، یه معجزه برای بخت و نصر میکنه، بخت و نصر کافر بهش ایمان میاره. پیغمبر بود دیگه، اعجاز داشته. بخت و نصر 7 سال پادشاهیشو ول میکنه، میره توی بیابونا مثل گوسفند زندگی میکنه، قشنگ میگه مثل چارپا، میگه کارش به یه جایی رسیده بود که علف میخورد. پادشاه پسرش میشه پادشاه، پسرش که پادشاه میشه کلی ظلم میکنه. حضرت دانیال در زمان حضرت دانیال، اینجا رو دقت کنید، ما عین آیه است داریم که دانیال در زمان کوروش و داریوش فیروز بود، پیروز بود. یعنی چی؟ این عین آیه شونه، یعنی هم زبان کوروش رو درک کرده، هم زبان چیو؟ داریوش رو درک کرده، اما کوروشش رو حذف کردن. چرا حذف کردن؟ جالب. یعنی شما کوروش رو تو کتاب دانیال نبی تا موقع حمله به بابل داری، بعد قید میشه کوروش. 20 خورده سال فاصله زمانی گپ داریم، فاصله داریم. یوهای داریوش رو شروع میکنه، در واقع اونی که شروع میکنه داریوش نیست، اون کیه؟ هم ادامه کوروش. این میشه باب 6 و 7 کتاب دانیال نبی. اینو کی لو داده؟ خیلی جالب، اگر ما بود حرفی نداشتم. اینو کی لو داده؟ یک، اولا سوتیایی که تو کتاب مقدس مونده، مثلا میگه دانیال هم در زمان کوروش بوده هم در زمان چی؟ داریوش، اما جای دیگه کوروشش رو حذف کرده. دو، عنایت داشته باشید، یک فردی است به اسم نقدیموس. این یه آدم خاخامی بوده، یه آدمی بوده که دیندار بوده در زمان حضرت مسیح. خدمت حضرت مسیح میرسه، همه داشتن سوال میپرسن، بلند میشه میگه آیا درسته که کتاب دانیال نبی تحریف شده؟ اینا این منابعش کجاست؟ انجیل برنابا. میگه آیا درسته کتاب دانیال نبی؟ میگه بله. او میگه که من کتاب تحریف نشده شو دارم. این یه نسخه از اینی که اینا قبل اینکه حذف بکنن، اینا چند تا فصل رو حذف کردن پدر سوختا. کجاها رو حذف کردن؟ بخشای مربوط به حجی نبی، عبدیای نبی، هوشعی نبی را از کتاب دانیال حذف کردن و بخشای کوروش رو حذف کردن، به جاش داریوش گذاشتن. چرا حجی نبی را حذف کردن؟ خیلی جالبه دلیلش، بخون متوجه. چون این دوتا پیغمبر علی خصوص حجی نبی معروف بوده به ساده زیستی. حجی نبی آدمی بوده به حدی به مردم کمک میکرده، لباس تنش رو میفروشه. یه نفر گدایی میرسه هیچی نداشته، میگه با من بیا، میره زیر درخت، برگای درخت خرما قایم میشه، لباس تنش رو در میاره میده به این، میگه برو بفروش. تا مدت ها استادش ازش خبر نداره، میگه برم بهش سر بزنم، میره زیر برگاس، میگه چرا؟ میگه من لباس تنم نیست، خجالت میکشم. یه لباسو که میگه من بخشیدم رفت. میگه چرا بخشیدی؟ میگه تورات و موسی به من یاد داد، یعنی من کتاب حضرت موسی رو خوندم، فهمیدم باید بخشنده باشم. میره جلوتر، یه جا هستش توراتشو میبخشه. ببین قرآن نبوده ساده چاپ بشه ها، الان تو این کنیسه ها نشون چیز گنده دو تا لوله که الان انگلیسی دستشو میگیرن، خیلی سخت بوده بنویسی. صحبت 2500 سال پیشه، کاغذ گیریم به چه فلاکتی، چیزی بسیار گران قیمت بوده. یه نفر بهش میرسه میگه خوش بالا تورات داری، من ندارم، همون لحظه میده. بعد یه نفر میاد پیش استادش میگه بابا این حجی نبی دیوونه شده. میگه چرا؟ بهش میگم کتابت کو؟ میگه کتاب موسی گفت کتاب موسی را ببخش. گفت چی میگی؟ قرآن رو، قرآن رو ببخش. میگه شما حالیتون نمیشه، او داره میگه تعالیم موسی به من یاد داد که چی؟ تنفقوا مما تحبون، اون چیزی که دوست داری انفاق کن، نه اینکه پیرنه رو 60 بار تنت کردی دیگه الان مادرت میخواد دم کنیش کنه میدی به ملت بره. متوجه شدی؟ اینا رو دقت کنید. یک جا خیلی جالبه، یه زن میرسه بهش داره گریه میکنه، بهش میگه مادر جان چرا گریه میکنی؟ اینا تو داستانا، اینا رو حذف شده، اینا که دارم بهتون میگم حذف شده. تا حالا بد بود؟ چیز بد این تو بود حذف بشه؟ خدا وکیلی کدوم آدم عاقل اینا رو حذف میکنه؟ تو افتخار کنی به داشتن همچین پیغمبری. منتها نکتهش اینجا چی میگه؟ میگه که رسید پیرزندش گریه میکنه، گفت مادر چرا گریه میکنی؟ برگشت گفتش که بچه‌مو دزدیدن، میگن یا پول خونشو بدیم، گروگانگیرا هستن مثلا، اشرار حمله میکردن از تو افغانستان میمدن از ایران، آدم میذارن، گفت یا پول خونشو بده یا میکشیمش. داعشیا ایرانی اسیر میگرفتن، گفت پول خونشو بده میکشیمش.
بعد این میبینه هیچی پول نداره، هیچی پول نداره، میگه بیا فکر والد میکنم، میرم تو بازار میره یک کیسه پول بهش میده، میگه برو بچه تو آزاد کن، اونم دعا میش میکنه و دیگه رفته بوده چیکار کرده بوده؟ خودشو فروخته بوده، رفته بوده به این بازار برده فروشه گفته بوده آقا منو چند میخرید؟ اینا گفته بودن انقدر. پوله رو گرفته برده بوده داده بوده. تا چند ماه استادش ازش بیخبره، نگرانش چی که جبرئیل براش نازل میشه میگه تو چه خبر داری که او در بیت المقدس داره بردگی میکنه. بلند میشه وقتی وارد بیت المقدس میشه همه شهر میگن، چون استاد ایشون هم پیغمبر بوده ظاهرا حضرت هوشع بوده، مطمئن نیستم حالا، میگن آقا پیغمبر خدا اومده، همه میریزن سراغش، میگه که آقا چی شهر ما اومدی، قدم رنجه فرمودی، برکت دادی به شهر ما، میگه خونه فلانی کجاست، در به در میبینش تو بازار، میبینه کلی نون روش بار زدن، سبده نونو گذاشتن داره میبره، میگه اربابت کجاست، میگن در خونه ارباب، تو پیغمبر رو میبینه میفته به دست و پاش، میگه پیغمبر خدا برای چی اومدی اینجا، داستان چی، میگه تو به من داری احترام میذاری در حالی که سه ماه پیغمبر دیگه کار کشیدی، میگه کی میگه او که آزادش میکنه، یه همچین کسی این بخشا کلا هست شده. میبینی چرا؟ برای اینکه مردم به خاخاما میگفتن تو همیشه گیر باش، همه چی شد سختشون بود دیگه، یارو میرفت میگفت تو هم ببخش، گفت نه مال خودم، گفت چرا هوشع نبی بخشید، چرا حجی نبی بخشید، متوجه شدید؟ این یهودیایی که به ظاهر مسلمان میشدن یکی از القابی که رو خودشون میذاشتن حاجی بود، حاجی مولا مثلا، مرادشون از حاجی نه اون حاجی که تو میری مکه، همین حجی نبی بود. این از این کار زیاد، مثلا تو بازار قسم میخوردن میگفتن به موسی قسم، منظورش حضرت موسی نبود، آقا موسی بن جعفر بود، استاد این جا به جای کلماتن، یحرفون الکلم عن مواضعه، آیه قرآن. این حاجی هم گفتم یک کدی داشته باشید خدمت شما، این حذف شد. یکی دیگه از بخشی که حضرت عیسی میگه حذف کردن اینه، میفرما تغییر نام کوروش به داریوش. حالا اینجا اتفاق جالبه، کوروش بابل رو فتح میکنه، وارد بابل میشه، یه نفر همکاری کرده باهاش، کی؟ اون کسی که آب ورودی شهر رو بسته، دروازه رو ببینه کجا تو کانال آب اومدن تو، متوجه شدی؟ پیشی بی حدس، این دقت کنید، حدس یعنی تحلیله، فکت های بابتش هست اما خیلی محکم نیست، که کاهنان مردوک این کارو کردن، چون دوست داشتن اون سلسله بخت و نس نابود بشه، بره بخت و نس رو فکت فامیلاش و بچه هاش اینا. کوروش که میاد میبینه اینجا سه چهار جور دین هست، یکی خادم یهوه به اسم دانیان، یکی هم خادم چیه؟ مردوکه، یکی خادم اشیره، یکی خادم نمیدونم این خدایان مختلف، ایشتاره که ایشتار، ایستار، استار، ستاره. خب محضر شما عرض بکنم که همه اینا رو میرسه اونجا و میبینه اینطوره، اینا میان یه قانون میذارن، دلشون هم از حضرت دانیال پر بوده، یه بار دیده بودن حضرت دانیال به واسطه معجزه که کرد پیغمبر قبلی رو خداپرست کرد، نگران بودن این کارو با کوروش نکنه، گفتن یه قانون بذار آقای کوروش که هیچ کسی حق نداره نماز عبادت دینیش انجام بده. این قانونو کیا گفتن بذار؟ دقت کنید، از برداشت که میشه این که موقعهای زرتشتی گفتن. چرا؟ چون یه فقط باید اهورامزدا پرستیده بشه، برداشت میشه این. او هم میگه باش. بعد اینا میان میبینن هر صبح یه پنجره رو باز کرده حضرت دانیال، رو به بیت المقدس داره عبادت میکنه، میرن شغلیشو میکنن پیش کوروش، میگن دیدی این کار کرد؟ چون مطمئن بودن او این که مثلا میگن تو باید حتما سجده نکنی، میدونستن او حتما این کارو میکنه، گفتن بهترین وقت یه قانونی بذاریم، بگیم قانون حکومتی، هر کی حکمش هم این بوده هر کی این کارو بکنه یه چاه میکنن با درندگان میندازنش تو چاه. اینا دیگه هست الانا، ایناش دیگه هست، دقت کن ایناش هست، این قانونو میذارن، این الان کتاب دانیال نبی بخونید هست، در دسترسه تو اینترنت بزنید، قانونو میذارن و میان به پا وای میسن، اینا بله پنجرهشو باز کرد رو به بیت المقدس داره عبادت میکنه، میان شغلیشو میکنن پیش پادشاه که کوروش باشه، اما اینو گفتن داریوش. چه اتفاقی میفته؟ هیچی، کوروش هم میگیره میندازش تو چاه با درندگان.
منتها دانیال میگه که من پیغمبر حقیقی خدای واقعی ام. اینا شرور میپرستن. میگه اگر تو پیغمبر خدا باشی زنده میمونی. مهر دانیال هم به دلش میشینه. نگاش میکنه اصلا به قولی او ابهت پیغمبری دانیال میگیردش. تا صبح شرطی بوده تا فجر صبح، تا طلوع صبح اینو اینجا باشه. اونم گرسنه این حیوانات درنده. میگن تا صبح نخوابید پادشاه، قدم میزن. تا صبح اومد توی چاه نگاه کردن، دیدن که این نشسته داره عبادت میکنه، اون توی درندگان هم کنارش آروم گرفتن. او رو کشید آورد بالا، تمام او کاهنا رو ریخت اون تو پیش پلنگا و درندگان. این میشه که از اینجا بعدش کوروش یک تا پرست و اینا بر نمیتابن. اینجاشو یهود تحریف میکنن. چون چنا کوروش رو دوست داره؟ کوروشی که با تورات خودش سازگار باشه. یه پیغمبر سالم تو تورات شما دیدید؟ پدر همه رو در آوردن. یکی زنای محسنه میکنه، یکی بت پرسته، یکی عرق خوره، یکی با دخترش زنا کرده. حضرت لوط رو میگن با دو تا دخترش زنا کرد. بنابر خدا. تحریف تا اینجاها. حضرت سلیمان رو میگن 900 تا بت پرستید. چرا قرآن وقتی به حضرت سلیمان میرسه میگه و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سوره بقره 102. میگه سلیمان کافر نشد. در مورد کدوم پیغمبر دیگه این حرفو میزنه؟ میگه عیسی کافر نبود، موسی کافر، هیچ وقت نمیگه. اما به سلیمان میگه. میگه چرا؟ چون تو تورات میگن کافر بود. این کسایی که به حکومت رسیدن رو اینا میان اینجوری میکنن. و عمدن و جالب اینجا بدون اون ستون، دو تا ستونی که اومد بیرون، یکیش ستون نوشته شده کاهنان مردوکه، یکیش ستون نوشته شده منتسب به کیه؟ به کوروش. دکتر پیرنیا میگه ادبیات هر دو یکیه. میگه هر دو تا رو یکی نوشته. یعنی این ستون منتسب به کوروش اون بخشای دینیش خدای مردوک، خدای مردوک، کی نوشته؟ کاهنای مردوک. و اینا دوست دارن این کوروش اینجوری تعریف، چون کوروش یک تا پرست خادم یه پیغمبر الهی بوده، میگفته بگو چیکار کنیم. هیچ کدوم از شما سوال خودتون نپرسیدید چرا هخامنشیان زبان آرامی رو زبان رسمی دیوانی خودشون کردن؟ ها؟ زبان آرامی مگه زبان این یهودیا نبود؟ چرا اون رو کردن زبان دیوانی زبان دینی خودشون؟ و این موجب شد که موقع‌ها به شدت نسبت به او گارد بگیرن. حتی بحث‌های مطرحی چون در مورد کشته شدن کوروش اطلاعات درستی در دست نیست که میگه او زنی نمیدونم تو کجا، برداشت‌های میشه، تحلیل‌هایی هست که خود موقع‌ها کشتنش وقتی دیدن او به خدای دانیال ایمان آورد. این کوروش باید حذف شه. چرا؟ چون اباهه‌گرا نیست بگه هر کی غلطی خواست بکنه. خدا یک تا کوروش یک تا پرسته، ذوالقرنین قرآنه. کوروشیه که با بت‌ها برخورد کرده، خوردشون کرده. کوروشی که کاهنان الکی مردوک و پردوک و این بت پرستا رو همه ریخته تحت چا انداخته گرگ و سگ و شغال بخورنشون. این کوروش باید حذف شه. این حرفم من نزدم. میگن تو کتاب خودشون هست. تا الان اینو شنیده بودید؟ جز از بنده؟ چرا اینو گفته نمیشه؟ تا دلتون بخواد دوره بیفتن، نمیدونم بلند شین برید، نمیدونم این همه شما میرید تخت جمشید، کدوم یکی از راهنمایان تور اینا رو به شما گفته؟ هیچ کس نمید. بری پاسارگاد، کدوم یکیشون اینو میگه؟ هیچ کس اینو نمیگه. برای چی؟ به خاطر اینکه این کوروش بشه چی؟ مبنا. برای اینکه اون شیمون پرز رئیس جمهور ملعون به درک واصل شده اسرائیل بیاد بگه آقا کوروش اولین صهیونیست بود، تو خیلی غلط کردی اسمو رو به دهن نجس خودت میاری. او جز یک تا پرستان بود. او کسی بود که نجات پرستی رو زد زیرش تو دنیایی که همه نجات پرست بودن. او کسی بود که دوباره بعد از اینکه معبد حضرت سلیمان شد بتخونه، بعد از حضرت سلیمان اومدن بت آوردن این خاخاما اون تو ریختن، بت پرستی رایج کردن، دوباره اون معبد رو دوباره کرد معبد، محل عبادت خدا. او کسی بود که به عزیر نبی پول داد، گفت بلند شو برو تورات رو دوباره جمع کن، اینا تورات رو تحریف کردن. عزرای کاهنی همون عزیر که ما تو قرآن داریم. این کوروش شما نباید بشناسید. بعد جوون ما رو بذاری چی؟ بین این که ایران یا اسلام، هر دوتا. ما به ایرانی بودن خودمون افتخار،
مردم حق طلب، هم یهودیت رو نجات دادیم، هم در زمان اشکانی و ساسانی میبینی که پادشاه روم حمله کرد مسیحیت رو از بین ببره، پادشاه ایران حمله کرد بین راه باش درگیر شد نتونست برسه به بیت المقدس مسیحیت از بین ببره، درست شد؟ و الان هم اسلام رو نجات دادیم، الان هم اسلام علم واقعش دست ما، کدوم اینکه از اینا جیگر داره با اسرائیل درگیر بشه؟ هیچ کدوم، بوسیدن گشتن کلا. کدوم یکی از اینا با عربستان سعودی کار داره ها؟ اونا نه با نمازت به پیر به پیغمبر، نه با نمازت مشکل دارن، نه با روزت مشکل دارن، با هویت دینیت مشکل دارن. اون محتوای دینی که بگه خب نماز که چی؟ نماز بخونم که بفهم بندگان خدا از اون مظلوم مستضعف دفاع کنم. اون هویت دینی که تو ایرانیا بوده میرفتن اقوام دیگر رو نجات میدادن، نمیگفتن سرمون تو لاک خودمون. با اون مشکل داره، میگه تو مملکت خودت بمون، چیکار داری میری اون برون بر؟ حتی دین نداری بسم الله، عقل که داری که؟ هخامنشان عقلشون کشید بعد تا مدیترانه برن، بعد از 2500 سال دوباره بچه شیعه ها بچه مسلمان ها دوباره رسیدن به مدیترانه، آتیش گرفتن. شما میدونید که ما تو قرارداد با سوریه یا بستیم یک بندرگاه دائم در اختیار ما خواهد بود، بابت هر یه دلاری که اونجا خرج کردیم 10 دلار به دست خواهیم آورد، در جریان باشید. خوب نیست گفتن، همین الان داریم از معادن فسفات سوریه داریم ما داریم صادرات انجام میدیم، بسیاری از صادراتمون رو میتونیم تو دریای مدیترانه انجام بدیم با هزینه بسیار پایین‌تر. راه زمینی از ایران به عراق، از عراق تا سوریه برقرار شده، بنده رفتم سوریه برگشتم، خدا گواهه، خدا گواهه، فقط پلیس مرز خودمون پاسپورت منو نگاه کرد، هیچ کس تو اونجا نتونست بهم بگه پاسپورت تو نشون بده. اینجوری باید میرفت تا بفهمی افتخار یعنی چی، تا بفهمی عزت به پاسپورت ایرانی دادن اینه، نه اینکه زن ایرانی لخ کنن تو گرجستان که لب مست رو باید آداب بده، دینش نه باید لخ بشه گیت رد چی، متوجه شدید؟ اینه. اونجا باید میدیدی که وقتی میگفتی طرف تو ماشین نشسته بودیم به راننده عرب ما میگفتش که اینا کیان، میگفت اصدقا، اصدقا یعنی اینا دوستامونن، به ما میگن اصدقا. تا اینو میگفت این پاسپورت رو مثلا یک جا من یادم پاسپورت رو نگاه کرد، اینجوری که نگاه کرد یه پاس ایرانیه، این دفعه که رفتن دفعه قبل که رفته بودم تازه، تا نگاه کرد اینجوری گذاشت رو سرش به من هدیه داد. این افتخاره، افتخار اینه که 8 سال تمام دنیا باید بجنگن هیچ غلطی نتونن بکنن، بعدش تو بری قدم بزنی تو خیابون عراق. اینا آتیش گرفتن، اینا میخوان مرز زمینی ایران تا مدیترانه رو بزنن، اول تو سوریه مستقر شدن نتونستن، الان اومدن کجا بگید؟ عراق. اختلاف افغانیا شروع شده، روزنامه وهابی پارسال تو اربعین مقاله زده خطر به وجود آمدن فرزندان حرامزاده به واسطه حضور ایرانی ها در عراق. میگن کسایی که میان اربعین به زنای شما میخوان تجاوز کنن. امسالش قبل اربعین چه خبری داری شما؟ بگید. مشهد شده تایلند. بله. اولا تقدس زدایی از امام رضاست که دیگه از وقت گفتن مشهد به جای امام رضا، سالهاست اونا دارن تقدس، بهایی ها سالهاست دارن اونجا کار میکنن. که طرف گفت مشهد، یاد مشهد نیفتی، یاد فلان پاساژ و پارک آبی و اینجور چیزا بیفتی، یاد حرم نیفتی. بله داشت پروژه هایی رو دارن اونجا انجام میدن، تو تهران انجام ندادن، پایتخت انجام ندادن، اونجا انجام دادن. بعد بگن مشهد مال پری شب تو حرم امروز دعوا شده بین ظاهر ایرانی و عراقی. بله آروم آروم میزنن سر ماجره، دارن کار میکنن مقتدا صدر با کمونیستا رو یکی کردن آوردن سر کار که فاز ضد ایرانی داره، که ایرانی ها رو از عراق بندازن بیرون. کجای کاری؟ آقای کواکبیان اصلاح طلبه، بلند شده رفته سوریه مصاحبه کرده، واقعا ما دولتمون کمکاره، نظامی های ما رفتن کار رو انجام دادن، الان که سیاسیون ما باید برن قرارداد اقتصادی امضا کنن شل و فلج شدن. متوجه شدی؟ داد کواکبیان اصلاح طلب در اومده، اصولگرا بود میگفتیم بسم الله، میگه آقا بیاید اینجا سوریه یا شاکی هم، میگن آقا بیاید قرارداد ببندیم دیگه، بازسازی سوریه، بازسازی سوریه، بازسازی کشوری اینقدر میصرفه که آمریکا هر جور حمله میکنه با خاک یکسان میکنه که بعدا قرارداد بازسازی ببنده باشون. یه اینقدر بابا دین نداری عقل و شعور داشته باشی، اینقدر یه نخود قدر یه نخود داشته باشی میفهمی
ملک داری یا مملکت داری یعنی چی؟ تمام کشورهایی که متوسط به بالا میرن کشورهای دیگه دیگه حضور پیدا میکنن. عزیز من به شما بگم میرن چون باید باشن، چون باید بگم آمریکا چه غلطی میکنه تو منطقه ما، دنبال منافعشه. چین چه غلطی میکنه تو سوریه؟ روسیه چه غلطی میکنه توی سوریه؟ ما حالا مباحث دینی داریم، اونا دنبال منافع ملیشونن. انقدر مدیترانه میارزه که روسیه با آمریکا سرشاخ شده، تحریم شد توسط آمریکا، دیپلماتاش اخراج شدن از آمریکا، اما میگه مدیترانه رو نباید دست بدن. بعد اینجا این بچهای ما رفتن جنگیدن مدیترانه رو به دست آوردن، این احمق ابله میگه ما اونجا چیکار میکنیم؟ خب خدا وکیلی شما بگو اینو چی بهشون بگی؟ نگیم احمق ابله. این عزیز دل، این بزرگوار، این استاد، این اسطوره، این پروفسور، اینا یک دونهشون اگه تونستن به علمی جواب بدن هیچ کار، فقط فوش میدن، فقط توهین میکنن، یه تیکه از کلیپاتو برمیدارن. بالاخره شما که دین که ندارید، اما ما که دین داریم، یه روزی سر صراط یقه حکمتون رو میگیرم، اونا که تختیم میکنید و اونا که پخش میکنید، اونا که به خودم فوش میدن کار ندارم، اما چون این باعث میشه من آتیش گرفتم شب قدیر، دیدم یه مش حرامزاده فیک اسرائیلی به امیرالمومنین فوش دادن به واسطه کلیپ تختی شده که اینا پخش کردن، اونم تو کانالایی گذاشتن، کانالایی که مشخص تاثیرشون به کدوم نهاد بسته است. برخی از این نهادها میدونن که بخواد اثرگذاری سیاسی بخوام بکنم، کانالای فیکی درست کردن، کانال طنز و اینترتینمنت و تفریح که اون لاما یا حرفای سیاسیشون میزنن. با اینا تماس گرفته شده که آقا اصل کلیپ اینو بذارید، اسکرین شات گرفتم، میگه نمیذاریم. مرض دیگه، مرض تو بهانه رسیدن به اهداف سیاسی داری دو قطبی در کشور به وجود میاری. تو همین الان تیکایی که من داشتم صحبت میکردم، اون تیکایی که داشتم میگفتم ما ایرانی اینجوریم، خوبیم و کات بزنه ایران رایفی بشه ضد اسلام، درست شد؟ اون تیکایی که میگفتم ما ایرانی کار اشتباه انجام میدیم، کات بزنیم بشه ضد چی؟ ایران. در حالی که نفر همش رو باید ببینه، چند بار از یه سوراخی نفر باید گزیده بشه. آقا چقدر دیگه وقت داریم سوالم جواب بدیم؟ آقا تمومه؟ هیچ رای نداره؟ اذانه هم شده، 5 دقیقه مونده، یه همین سوال رو یه دونه بر بزنیم. به نگاه نمی کنم به جان جوان صدام، معلومه برعباز حرفه‌ایه، میگه زیاد بر نزن برمیگرده سر جای برعبا. الان ما دستگاه شده داریم دادش، میذاره خودش پخش میکنه. در جلسه قبلی سخنرانی خوان در مورد تشکیل تیم تخصصی کشاورزی گفته بودید، لینک ارتباطی با این گروه چگونه؟ ما مؤسسمون واحدهای مختلف داره، 88-92-18-48 88-92-18-48 داخل 227. بگید با اون واحد کار دارم بستتون میکنم. یه نم آخرین سوال بودی یا تجلیل بر فرج امام زمان صلواتی نبفرم.